پس از خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب، مسلمین با فرزند ارشد ایشان حسن ابن علی بیعت کردند. معاویه ابن ابی سفیان حاکم شامات هم خود را خلیفه بی‌رقیب مسلمین می‌دانست و به نزاع با حسن ابن علی دامن زد. عراق و شام در برابر هم سفارایی کردند. منطقه مدائن پایتخت پادشاهان ساسانی ایران در همسایگی کوفه مرکز حکومت مسلمین بود و جزو قلمرو دولت خلیفه به شمار می رفت. اغلب تجار و اشراف عرب در شهرهای مدائن ساکن شده و جمعیت دوگانه ای را تشکیل داده بودند. عرب و عجم. مدائن سال 41 هجری قمری. ساقه ساقه گندمزار رد به دخترکان دمه بخت میماند ابو سلیم. ببین چه میلولند و میرخصند و دلبری میکنند. دستت درست. الحق که با این دست رنج طلا رو حقیر کرده ای. آب حلال، زمین حلال، دانه حلال، ارباب سخی، رعیت راضی، خداوند قاضی. بایدم طلا درو کنیم مختار. پس زودتر دست به کار شو که آفت امراض و ملخهای شامیش در راهند. حیف است این دردانه ها لقمه شیاطین شوند. بسم الله. دروگر و خوشه چین منتظرند. نوبر زراعت را خودت بردار. الهی به امید تو. یا به شکرانه نعمت است و به حرمت دانه ای پاکیزی، مشتی برای پرنده، مشتی برای چرنده، مشتی برای خزنده، مشتی برای پوششین و رونده، به نیت اقبال و طبع بلند،
زهر جان حسود و بخیل و نسبانین و دغل، به کوری چشم شور تا نفقه سود، به چشم داشت زراعتی بیکار و خشم، به وعده نانی پاک و بیغلغش، به حق نان و نمک، به حق خمس و زکاتی که حق و ناس است، جهت اطعام مستحق و مستمند، بیفزا به برکت این خوشای زن. شبر. به پا ابو اسحاق، دنباریده زیانکار است، عرصه را تنگ ببیند زراعت را کنفه یکون می کند. ابو سلیم از این سوهای کنید تا از گندمزار بیرون شود. به پا ابو حسام، سجان هست و بدقیز، به پا ناکارت نکنم. شیر یورش میبری؟ گندم دانه سلامی را مانی؟ چقدر من پیر مرد را دق داده؟ چه برمی کرده حلال خورده؟ باید بند بند دم کرده را اصلا جدا کنی. زربی، این گراز با دو تیر شکار شده. دو تیر هم برای این لاشه به بو آمده کم است مختار؟ باید با صد تیر سوراخ سوراخش میکردی. اما من یک زوبین بیشتر نینداختم. پس آن یکی تیر تیر غیب بوده. درود بر پهلوانی که شمشیرش را با بیل عوض کردی. فعله نمیخوایی مرد دهخان؟ چرا؟ به کلاغ‌ها نگاه کن. این مزرعه مترسک ندارد. حاضرم موز خوبی دهم تا مترسک شوی و کلاغ‌ها را بتارانی. کسی که زره و خود و شمشیرش را به بیل و داس و کلنگ فروخته باشد
حتما سخاوت پهلوانی را هم به سخاوت دهقانی معامله کرده. مرد جنگ را با مترسک یکی کردن بی‌انصافی است مختار. خوش آمدی مرد جنگ و جهاد. خوش باشی مرد باقراق. در میدان شکار مختار فقط یک رقیب دارد به نام کیان. خسته نباشی ایرانی با وفا. آنده نباشی عرب با صفا. بدانی چقدر دلتنگت بودم. سر و جان ارزانی دلتنگ یار. یا که عیش زراعت امسالم را صد چندان کردی. حرام است بنده خدا، حرام است مسلمان. چرا حرام است؟ به همان دلیل که گوشت سگ حرام است. به جای لاشه این گراز لاشه سگ بود، باز هم هوس میکردی پیله اش را کوب کنی؟ گوشت سگ کجا، گراز کجا؟ این حیوان جز گندم دانه طلا نخورده، این گوسفند پرواری است. پوست و گوشتش پر از خاصیت است. بالمثل چه خاصیتی؟ پوست داغش پای کرخ را در دم خوب میکند، گوشتش هم برای سفتی کمر خوب است. تو واقعا مسلمان شده ای؟ یا هنوز بر دین مجوسی؟ چرا جر و بحث میکنی زربید؟ این قباد دیوانه هم کرده بو اسا. کارت به شکم خورده، هوس کباب گراز کرده. هرچه آیه و حدیث و دلیل برایش میخوانم حریفش نمیشوم. به به، چشممان به جمال پهلوان کیان روشن. خوش آمدی دلاور. ناخوش نباشی زربی، خدا قوت عمرت زیاد. کیان جان، تو به این هم نژادمان حالی کن. گوشت گراز حرام است یا حلال؟ قباد، گوشت گراز مضاف بر خواص عیبی هم دارد که وقتی خوردی پشیمان می شوی. چه عیبی پهلوان؟ کرم روده هایت می اندازد، خارش روده بیچارت می کند، به ململ می افتی. واقعا؟ می توانی امتحان کنی؟ نه پهلوان، ململ درد شرم‌آوریست. می دهیم سگ ها بخورن. خدا هم باتت را بیامرزد. به لغلغه زبان افتادن بس که با او جدل کردن. گوشت گراز میخوردن، برکت از این زراعت میپرید. زربی، تعامی بیاور در خوره دلاور سردار سپاه پسر علی. از سایه سیدی. بسم الله. کبک بریان. نمیخوایی بپرسی از کدام جهنم میایم؟ نپرسیده میدانم. از میدان جنگی که برندهش معاویت ابن ابو سفیان است، بازندهش حسن ابن علی. همین؟ نه همین. من با تو عقد اخوت بستم کیان. از کوفه به مدائن آمدم تا به تو نزدیکتر باشم. به خدا قسم یک تار موی گندیده‌ات را با کرور کرور شیوخ هرخوری مذهب و دمدمی مزاج کوفی عوض می کنم. روزی که رزم جامه پوشیدی و عزم جنگ کردی پشتم لرزید. وداع آن روزت بوی مرگ می داد کیان. در غیابت روزی هزار بار دیدار دوباره ات را آرزو کرد. خدا را شکر که زنده ای. دل چاک چاک و خونین برادرت را نمی بینی؟ نمی پرسی در رکاب پسر پیامبر چه ها دیده ای؟ تو رفتی و دیدی، من نرفته دیدم کیان. ندیده ای مختار. به خدا قسم غربت و تنهایی پسر پیامبر را ندیدی وقتی که کوفیان به طمع غنیمت به خیمهش ریختن و سجاده از زیر پایش بیرون کشیدن. من غربت و تنهایی پدرش علی را دیدم وقتی کوفیان با شمشیرهای آخته به خیمهش ریختند و قصد جانش را کردند. تو به قدر من عراق عرب را نمی شناسی کیان.
معاویه و امراض بر اشتر جهل کوفیان سوارند. آنها بازی را در صفین بردند. عراق روزی فتح شد که قرآن‌های مکر و امراض بر نیزه رفتند. خنجر یکی از خوارج دیشب در سابات مدائن پای پسر پیامبر را شکافت. مختار، خنجر زارب زهراگین بوده باشد، جان امام در خطر است. یا صاحب صبر، به این برکت قسم میدانستم عاقبت این لشکرکشی رسوای پیش از پیش کوفیان است. امام را به کوفه بردید یا هنوز در سابات است؟ به توصیه خودشان قرار شد به کوشک سفید مدائن برم. فرمودن مرا به سعید ابن مسعود ثقفی برسانی که تکیگاه امنی است و به ما خیانت نمی کند. مدائن را باید به خواب بدید. اهامره نمرده. خلیفه است. خلیفه حسن ابن علی ظاهرا دیشب در سابات زخمی شده. قصدشان بلواست. قفت کنیم خریت عجمان رنگ از مدائن را بیرون کنیم. چه خبره؟ خلیفه است، زخم برداشته. پس خوارج به قولشان عمل کردند. معاویه شکار شد، مانده امراض. کجای کاری کرد؟ معاویه در بهشت سبز دمشق خدایی میکنه. این که میبینی زخم برداشته حسن ابن علی است. شنیدم معاویه برای سر پسر علی 1000 دینار شامی یکی از دخترانش رو وعده داده. جان من؟ جان تو؟ چه گران سر از پسر علی؟ چرا خلیفه را به کوفه نبردند؟ چه عرض کنم؟ یحتمل مدائن امتر از کوفه است. هرچه نباشد عجمان مدائن بلستر از کوفیان 1000 قبیله هست. عرض نکردم با این اوضاع نیازی نیست شامیان به مدائن حمله کنند. از فردا عرب و عجم در مدائن دشمن خونی همند. حیف شد، تازه داشت بازار کسب و کار من داغ میشد. فریاد
یا سید شباب اهل الجنه. جانم به فدای خاک پایتان. شنیدم بیدادی را که بر شما رفته، شنیدم که سرداران دور و نزدیکتان اسیر تله‌های معاویه شدند و خیانت کردند، رویشان سیاه. سید ابن مسعود ثقفیم سرورم، فرماندار مدائن، ممنونم که حقیر را لایق میزبانی دیدید. قدم بردیدم نهید و کوشک سفید مدائن را به برکت وجود اقدستان منور کنید. خون زیادی از امام رفته امیر، بیمان داریم خنجر ضارب لعین آغشته به زهر بوده باشد، محتاج طبیبی هستیم حاذق. تا فرصت فوت نشده چاره ای کنید. طبیب و بستر هر دو فراهم از سردار، بیایید. باش سردار، کاری نداشت از مهابت نعرات دستم بلغ زد. عذر تقصیر دارم حکیم، دست خودم نبود. لحظه ای شما را جای آن ضارب ملعون دیدم. شما خسته و خیالاتی شده اید سردار، البته حق دارید. توصیه میکنم کمی استراحت کنید و کمی هم توکل. هرچه مشیت الهی باشد همان میشود. بله بله بله. بله تو برای چه اینجا کیم؟ آمده ای تا وفایت را به رخمه کشی یا آمده ای تأخیرم کنی؟ آمدم که شیر خفته عرب را بیدار کنم. تو آب روی غیرت عربی مختار، آمدم دریای غیرتت را طوفانی کنم. تو چه بکنم؟ تو امامت را دریابی. روا نیست که امام تو تنها باشد و تو در فکر شلیت کاه و جوال گندمت باشی. شما ها که آنجا بودید چه غلطی کردید؟ خودت را با امثال من میسنجی ابو اساق؟ تو مختاری، پسر ابو عبید ثقفی، پسر سردار فاتح ایران. کدام عربی است که نام ابو عبید ثقفی را بشنود و سرخم نکند؟ تو کجا و من کجا؟ از یک ایرانی که عرب نژادش را حقیر میداند توقع چه معجزه‌ای داشتی مختار؟ معجزه خندق سلمان فارسی را. تو می توانستی سلمانی باشی در کنار پسر پیامبرت؟ عرب امروز با عرب زمان پیامبر فرق می کند مختار. پس بیهوده میخ بر سنگ مکوب. برای عرب امروز نام و آوازه ابو عبید ثقفی یعنی کشک. آوازه از این بلندتر که صاحب ذوالفقار باشی و شکننده در خیبر. این جماعت به پسر عمو داماد پیامبرشان رحم نکردند. طلا و ریای شامی عقل و دین عراقی ها را زایل کرده. کوفی امروز خرید لنگ و از نفس افتاده است که با هیهه امثال من جم نمی خورد.
برو کیان، برو. من زارعی پر بهک جنگجویی بیباره بر مختار کیان. ما پیشتر در این باب سخن کردیم و ترفیع نبستیم. رفاقتمون به جای خود، راهمون به جای خود. مختار، دشمن جفاکار به از دوست بیوفاست. تیر دشمن بر جسم می نشیند و از دوست بر جان. تنهایی پسر علی کشنده تر از زخم خنجر جراح ابن سنان است. آمده بودم تا به حرمت رفاقت و عقد و اخوت اجابتم کنی تا مرهمی شویم بر قربت اماممان. افسوس، افسوس. جراحت و تنهایی امام را هیچ مویه و نوحه‌ای درمان نمی کند. آنها که پیش قراول سپاه امام بودند و نوبت به نوبت رفتند و به اسارت طلاهای معاویه در آمدند، خود را شیعه علی می خواندند. آنها که دست بیعت به پسر پیامبر دادند و او را تشویق به جنگ کردند، وقتی جرینگ جرینگ درهم و دینارهای شامی را شنیدند، شمشیر کشان به خیمش تاختند و غارتش کردند. نامسلمان ها حتی به گلیم زیر پا و دستار و سجادش رحم نکردند. حکایت این جماعت طماع طلاپرست حکایت قوم بنی اسرائیل است و گوساله سامری. اینان مصداق حدیث نبوی اند که فرمود هر امتی را فتنه ایست و فتنه امت من مال است. جفایی که بر امام مجتبی رفت تا یوم الحشر مایه طعن و لعن و دق خواهد شد. این بدنامی و بیوفایی همه مصیبت نیست. دیشب در سابات مدائن خنجر یک خارجی نابکار پای پسر پیامبر را درید. مدائن امروز میزبان سرو زخم خورده بوستان مصطفی است. مبادا کاری کنید که مثل کوفیان داغ بدنامی و ننگ بر جبین مدائنی حک شد. بر اشتر جهل و اسب خشمتان لگام بزنید تا بتوانیم با خرد و غیرت حیلت خصم را در هم شکنیم. حق بازان شامی
سربازان نامرئی معاویه و امراس با لباس مبدل در میان شما رخنه کردند تا با دعواهای عرب و عجم، اموی و علوی، مدائن را برای پسر پیامبر ناامن کنند. مبادا فریبشان را بخورید. برادران، این مرد فرماندار منصوب ابو تراب است که امام مجتبی هم او را در مقام خود نشاند. او برای اهالی مدائن بوی حاکم پشمین پوش زنبیل بافشان سلمان فارسی را می دهد. پس توصیه‌اش را به جان و دل بشنوید. جناب فرماندار، ما برای سربازی و جانبازی آمده ایم. بفرمایید چه کنیم؟ از اجتماع کردن علل خصوص در جلو کوشک حکومتی اجتناب کنید که باعث قصور مأمورین در حفظ امنیت خواهد شد. به جای مویه و نوحه دعا کنید و به جای قیل و قال صبوری، که خداوند با صابران است. برادران، دعا دعا. امن نجیب المستر ازا دعا و یکشف السوء. گز می کنی؟ راه قرض داری؟ دلاشوبم سلیمه، دلم مثل سیر و سرکه هایت می جوشید. وقتی دلاشوبی و ناخونک به ترشی می زنی حتما حامله. سیقه عمر شدی، پیر و زمینگیر شدی، حیا نمی کنی. عمر شیر مرا خورده، به من حرامه. حرام؟ برو جلم، تو را چه به حلال و حرام. خاله هنانه، آمدی جان دل؟ هنانه پیش برگت، دیر کردی. بدانی چه شهر آشوبیست، انگار زلزله آمده. خب زلزله آمده عمرم، زلزله آمده گلم. خلیفه عرب زخمی در شهر عجمان یعنی زلزله. ترس داشتم اسیر قارتیان شوی. شدم. عجمی قصد علنگوهایم را داشت، کاسه سرش را ترکاندم. نه جان هنانه. جان هنانه، حق و دل شیر داری دختر. من دختر سردار عجم کشم، دختر سردار فیلفگن، دختر ابو عبید ثقفی، خواهر مختار. قرار بود دل مرغ داشته باشم، تا به حال ده جوجه دور برم جیک جیک میکردن. پس چی؟ بی خود نیست عمر سعد، بی طلبت بال بال می زند. حق دارد بی نوا. شکار ماده شیر جوانی مثل تو هنر می خواهد. یادت باشد ماده شیر جوان صیادش رو خود انتخاب می کند. تسلیم خاله جان، تسلیم. من به میدان رجزخانی نیامدم، من قاصد عمرم. می شنوم خاله فتنه. بیا سر حسن ابن علی میتواند تو و عمر را به مراد دلتان برساند. عمر شاه عراق میشود و تو شاه بانوی عراق.
عجب پدر سوخته ایست عمر، حتما توقع دارد منظره حسن را ببرم. امیدم نکن جاریه. معاویه وعده ای کرده است که خیلی ها به سر حسن طمع کردند. نه تو سر حسن را میبری نه عمر. ستا ابن ملجم به صف ایستادن. من باید چه کنم؟ کاری کن که مختار وارد میدان نشود. همین. مختار وارد میدان نمی شود. عمو جانت اصرار کند چی؟ پیشتر عمویم اصرار کرده و مختار زیر بار نرفته. این بار قصه فرق می کند جاریه جان. ممکن است تنهایی و مظلومیت حسن دلش رو بسوزاند به میدان بیاید. گیرم مختار به میدان بیاید، من چطور میتوانم مانعش شوم؟ به کمک ناریه زن برادر عزیزت. عشق آتشین مختار به ناریه هنوزم شنیدنیست. تو زیر پای ناریه مینشینی، ناریه در گوش مختار نغمه عاشقانه میخواند، مختار پایش رو میشود. ناریه با من یک دل است. پس کار تمام است شاه بانوی عرب. چه عروسی بشود. فنانه بریدی و دوختی و عروسی هم گرفتی؟ مبارک ها باشد. پس شیرینی ما چه می شود؟ گوش های واماندهت تیز تر است از زبان گزندهت. جز عروسی چی شنیدی؟ توبه، گوش هایم کرم بگذارد اگر چیزی جز عروسی شنیده باشم. شیرینی بیا. سلیمه، من یقین دارم تو جز عروسی چیزی نشنیدی. بخواهی خیال بافی کنی و یک کلاغ و چل کلاغ، عمر گوش و زبان تند و تیزت را لقمه سگ می کند. چشم دل محبان اهل بیت پیامبر بعد از خداوند قادر متعال به شما دوخته شده تبیم. هر کاری میتوانید بکنید. خدایا ما را شرمسار پیامبرت نکن. الهی آمین. ایشان یکی از اطبای بنام و زبردست این دیارند سردار. معجزه‌گری هستند، متواضع، سبک‌دست و خوش‌نفس. جسارت هست امیر. گرگ‌های شام تمثیلی دارند که خداوند را لشکریانی است از اصل. زهری دارند به غایت کشنده، همون زهری که قطره‌ای از آن مالک اشتر را به خاک افکند. شخص شما مورد وثوق امام هستید. از نفس مبارکشان شنیدم که شما را صدی صدید خواندند در برابر وسوسه های سبز نشینان دمشق. دلشوره من از جانب اطرافیان است. معاویه برای سر امام 1000 دینار شامی به یکی از دخترانش را وعده کرد. میترسم امیر خدایی نکرده نااهلی به طمع وعده معاویه به این کوشک رخنه کرده باشد. به زبانم لال قطره از آن سم مهلک را در تام و یا مرهم زخم امام بریزد. حق داری تبیان. امام در این یکی دو ماه
از طرف نزدیکان و یاران تما ضربت بسیار خورده. او طبیب قابل اعتمادی است سردار، نگران نباش. طعام امام را اول به طباخ می چشانیم که فکر خیانت به سرش نزند. مراقبت از کوش را هم به برادرزادم مختار می سپارم که از هر حیث لایق است و مطمئن. خداوند قریب و خارتان نکند. من می روم به امور همراهان امام برسم. تو هم از داخل این اتاق جم نخور، به شرطی که مخل در کار من نشود. طوری شده؟ باری توهم به سراغم آمد، خیال کردم طبیب ظالم است. پس با این حال روز باید یکی را به مراقبت از تو بگمارم سردار. خیالتان راحت باشد امیر، مشق میکنم بر خود مسلط شوم و اوهام را از خود برانم. اوه عجب تبی داری تو که همه وجودت در آتش میسوزد سردار. داغم، داغ دارم امیر از این همه نامردی و نامردمی. دشتی آب سرد بیاورید. بیا بیا چکمه از پای سردار بردار، رزم جامه از تنش جدا کرده پاشویش کنید. میدانستم که میایی. آمدم اما بدون شمشیر. کی با شمشیر داشتی میکنی مختار؟ تا وقتی چون تویی به جای عقل از دلش فرما میبرد شمشیر مثل من در غلاف باقی میموند. خیلی عوض شده ابو اسحاق. عاقل‌تر شدم کیان. من بعد میخواهم به جای دلم مخم را به کار بیندازم. آداب قدرت با آداب طهارت فرق میکنه سردار. فرمانده که بی تدبیر داخل در جنگ شود خون خود و لشکریانش را به هدر می دهد. غلط نکنم اسیر بعد مخمسه ای شده ابو اسحاق. این که سرداری شمشیرش را غلاف کند و به جنگ از پیش باخته این عرفت اسارت در کمند شیطان نیست، اجتناب از خودکشی است که این سخن وحی است. به دست خود خود را هلاک نکنید. وقتی زین و یراق می کردی تا به جنگ بروید خطر را به شما گوشزد کردم، اما نه تو شنیدی و نه امامت. دل خوش کرده بودید به قیل و قال یک مش زبانباز بیعت شکن کوفی، درست مثل آن بدبخت بینوا که در سیلاب به جای خیک خرسی را بغل زده بود. من زین پس شمشیرم را جایی از نیام می کشم که خودم فریاد کنم حمله. مختار، معلوم هست تو کجایی؟ فصل دروست امو جان، گندم درو میکردیم. شکر خدا امسال زراعت بیافتی داریم. این هم برای من معمایی شده. در این آشفت بازار دین فروشی
که پای حیات و ممات علویان در میان است، تو سر در لاک خود کرده ای و به کشت و زر مشغولی. ای 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 ای. کیان، برایش تعریف کردی ما وقع زخمهایی را که امام برداشته؟ بله امیر، امیدوارم کیف گندم درو مانع نشده باشد درست بشنود. حال امام چطور است امیر؟ زخم عمیق است کیان، ضربت تا مغز را نفوذ کرده و به استخوان رسیده، اما شکر خدا خنجر سمی نبوده. بیادبی نباشد امو جان، طوری با من حرف میزنید که انگار خدای ناکرده مرتکب گناه کبیره شدم. تلاش برای معاش از راه حلال کم از مجاهدت در راه خدا نیست. و من خدا را شکر، خدا را شکر که در نبرد با زمین همچون مجاهدین راه خدا بی ثمر نبودم. تلاش برای معاش نوعی مجاهدت هست، اما نه در زمانی که عده‌ای تیشه برداشته و میخواهند ریشه دینت را قطع کنند. میدانی چرا امام به کوشک سفید آمده مختار؟ بله میدانم. چرا آمده؟ به دلیل اعتمادی که به شما داشته. مرحبا، این برای ما کم آبرویی است؟ با وجود زخم‌های بیشماری که امام روحن و جسمن برداشتند، ما را جز مقربین خاصه خود پنداشتند و به ما تکیه کردند. در حال حاضر ما هم ردیف و اهل بیت پیامبریم. حیف نیست این قوم و خیشی را به بهانه زمین و زراعت ضایع کنیم. از من چه کمکی برمی آید؟ پشت به دشمن نکن، به میدان بیا، رزم جامه بپوش، چنگ بر قبضه شمشیرت بزن، پشت به پشت عمو بده تا به فضل خدا کید شیاطین را در هم شکنی. در حال حاضر برای در هم کوفتن دشمن شمشیری باید که بتواند جهالت را گردن بزند. من چون این شمشیری ندارم. یعنی باز هم میخواهی در امر جهاد قصور کنی؟ آن هم جایی که امامت آشکارا دست یاری به سویت دراز کرده؟ عمو جان، من نوجوانی 13 ساله بودم که پدرم کشته شد و شما کفالت مرا قبول کردید، پس حق پدری برگردنم دارید. رسم ادب و تکلیف شهر حکم می کند مطیع اوامرتان باشم، سمعن و طاعتا. اما توقع دارم در حد فهم و شعورم با من صحبت کنید. من مردی 40 سالم. کسی که از ایام نوجوانی با شمشیرش بیعت کرده باشد، ترک میدان جنگ را ننگ می داند. اما جنگیدن هم قاعده و قانون دارد. زر در ترازو، یعنی زور در بازو. حضرت شیطان امروز طلا دارد امو جان، طلا. دخول در چون این جنگی غلط بوده، ادامهش غلط، اندر غلط. پناه بر خدا از شر وسوسه خناس، زبان شیطان در کامت میچرخد مختار. طوری حرف میزنی که انگار امام عالم به قاعده و قانون جنگ نبوده و دشمن را به قدر تو نمیشناخته. او از سر جبر تن به جنگ داد جان من، همانطور که علی در صفین جبرن جنگ برده را وانهاد. امام شکست و غربت و تنهایی را به جان خرید تا این جماعت را به جهلشان عالم کند. به خدا قسم برای انزوایت معیشت دنیا را بهانه می کردی، گواراترم بود تا به علم و درایت امامت شک کنی. خدایا این شک نشان هدایت است یا نشان زلالت؟ من که به لقمه ناپاک نخوراندم، پس چرا درخت عمرم میوه تلخ داده؟ میوه تلخ به از میوه مزمون. من عقیده‌ام را صادقانه ابراز کردم. اشکال از شماست. به من تا
تزویر نیاموخته اید. چه باید بکنم؟ حاضری با جان و دل به من کمک کنی؟ آیا چون اینه بود که به کوشک نمی آمدم؟ بفرمایی چه خوابی برای هم دیده اید؟ معاویه برای سر امام 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش را وعده کرده. میدانی یعنی چه؟ بله، یعنی با این وعده دیو تمر را به جان خیلی ها انداخته. یعنی عالم عرض برای امام ناهم شد. از امروز مراقبین و محافظین خدام کوشک هر کدام میتوانند سرباز خفیه معاویه باشند. چگونه میخواهید در میان این همه دشمن ناپیدا جان امام را حفظ کنید؟ بار گرانی است بر دوش ما. همتی کن که زیر این بار کمر نشکنی. منم این تر از تو کسی رو نمیشناسم. کاری کن که در یوم الحساب نزد پیامبرمان خجل نشوی. چه میاندیشی گلم؟ یعنی میشود همانه مختار بخواهد کاری کند فیل هم جلودارش نمیشود. پس از معجزه عشق غافلی. عشق تنها بندی است که میتواند شیری مثل مختار را زمین گیر کند. تیزی جادوی چشم ناریه کند شده باشد چه؟ ناریه زن بی هنری نیست خاله. او رقیب کم نداشته. یکیش خود من. هنوز که هنوز است در آتش حسادت به او می سوزم. واقعا تو هم عاشق مختار بودی خاله؟ دلاوری مثل مختار رؤیای لشکری از دخترکان سیه چشم عرب بوده و هست. برو خاله، وقت تنگ است. به ناریه بگو بند از دست و پای شیر مردت برداری، دیگر صاحبش نیستی. Yeah.
مرا کفن کن بعد به میدان برو. مختار به قدر کافی غرامت عشق بناریه را پرداخته. برو پا پیچم نشو. چه شد ناریه؟ تو که فالگوش ایستاده بودی کلک، شنیدی که غرامت عشقش را داده؟ آخ چف به قبر میتت ناریه، کاش پدر گور به گور شده ای من مغزوب پیامبر نبود. چرا نبش قبر میکنی ناریه؟ نبش قبر نیست جاریه، دلم خون است. من دختر هر کس جز سمارت ابن جندب بودم، به تیزی چشمانم زبان مختار رو میبریدم. هنوزم میتوانی؟ نمیشود جاریه، وسوسه های عمو جانت کاری تر بوده، میخواهد به میدان برود. خب برود. چرا من باید پا پیچش شوم و خودم را سبک کنم؟ نه ظاهرن تو هم بدت نمی آید مختار را در رزم جامه ببینی. چرا که نه، مختار در رزم جامه دل رباتر است تا در لباس دهقانی. وقتی ریشش را کوتاه می کند صورتش پر از غرور می شود. ناریه تو چرا حسود نیستی؟ رزم جامعه مختار رقیب توست. نمی ترسی از هوایی که ممکن است خانه خرابت کند؟ واقعا؟ مختار به میدان برود و عربده‌ای بکشد تنها دل دشمنان حسن را نمی لرزاند. لشکری از دخترکان سیاه چشم عرب برایش قش می کنند و می میرند. غلط می کنند، چشمان تک تکشان را از کاسه در می آورم. رستم دستانت هم که بیاید نتواند حریف این جماعت مخنث مسبسب شود. اوضاع از آن که فکر میکردم وخیمتر است. دستی که تو را در آغوش میکشد خنجر کین در مشت دارد. این بار معاویه دخترش را با جهیزیه ای از طلا بر نیزه کرده. فقط خدا میتواند مشتبه را از شرعی مک رفز کند. حکم داور دادار حضرت عجل مختار، کمر بسته به پیکار، تا بکوبد یاغی و تاقی و خطاکار. نزاع عرب و عجم حیلتیست آشکار، اقصوی دشمن مکار. سپرها مکی، تیخها هندی، زرها داوودی، هرچه از ابهت لشکر شام بشنوید کم شنیده اید. چه جنگجویانی! من تا به حال آدمیزاد به ریخت و قواره آنها ندیدم. قدرتی خدا گردن گردن گاو، ران کمر یابو، بازوان بازوان الاغ، چشمها بغزده کنهو چشم دیر. چشمم به این اجنه ها افتاد، دردم اشهدم را خواندم.
لب به التماس گشودم فهمیدند عراقی هستم. چشمتان روز بد نبیند. مرا از پاچه آویزانم کردند و بکوب که میکوبی. از کجا فهمیدن عراقی هستی؟ از کجا؟ از تهلهجم. عین و غین ما عراقی ها با غین و عین شامی ها فرق میکند. اما آن از کوزه هایشان، کوزه که نه بلای سیاه. خدایا مسلمان نشنود کافر نبیند. از همشیره ها کسی حامله نیست؟ ترس از لشکر شاه مغلوش از سرت پرانده؟ کوزه چه ربطی دارد به زن حامله؟ ربطش این است که نمیخواهم قاتل طفلی از مسلمانان باشم. زن حامله بشنود داخل کوزه های شامیان چه دیدم؟ از ترس بچه میاندازد مسلمان. با این ادا اصولان نصف جانمان کردی. جان بکن، بگو در داخل کوزه ها چه دیدی؟ کجدم، کجدم های ارباز. هودج هزار شتر از کوزه بار کردند که پر از کجدم های ارباز است. میخواهند با منجنیقان ها را به خانه های مدائن بیندازند. عرض نکردم؟ خدایا توبه. به حکم تکلیف باید مسلمین را از خطری که در کمینشان است آگاه کنم. خدایا توبه. این اباطیل همه لاف است و گزاف، میخواهند ما را بترسانند. خدایا ما را از شر دجال شامی حفظ کن. آمین. چطور میتوانند آن همه کجدم را پر از کوزه کنند؟ کوزه را پر از کجدم کردن، نه کجدم را پر از کوزه. بیشک از موضوع را نشان است. کت و بالش رو ببندید. بله امیر، پیاده شید. کجدم را چطور شکار میکنن که نمیرن؟ خیلی راحت، جنه و آب خوردن. حیلتشان را به چشم دیدم. سربازان شامی ملخی را بر سر چوبی میبندند و آن را به سوراخ کجدم نزدیک میکنند. کجدم به هوس تومه بیرون میآید و به تله میافتد. شکارچیان کجدم ارباز و جنگجویان نتراشیده و نخراشیده شامی شکل من نبودن؟ چرا به سهولت و هیبت دست کمی از آنها نداری؟ ولی به قد و قوار سلطان هم نمیشوی. غلط نکنم شما را در جای زیارت کردم. بی غیرت، خجالت نمیکشی با این لاتاهلات وحشت به جان مردم میاندازی؟ بی خانمانی مردم شهر و دیارت رو به چند سکه فروختگی خواهند. ای که بشکنت دست بی نمک، بیا و خوبی کن. دستانت بی نمک نیست، خائن است. من آنها را خواهم شکست. کتو بالش رو ببندی. اگر ناس فری به این دروغ زنان را نخورید. میخواهند شما را به کشتن بدهند. میخواهند اتفاق بچه شما را سفر بلای خود سازند. من مردم فروشم یا شما که یک روده راست در شکمتان نیست؟ چرا اخبار جنگ را پنهان میکنید؟ تسلیم شدن لشکر عراق دروغ است یا زخمی شدن حسن ابن علی؟ وقتی چند تا از همون کشتم های ارباز را به جانت انداختم، مغار میایی چه ماموریتی داشته ای؟ ببریدش. آی مردم، آی مردم از لشکر عراق تعدادی شل و کل و پیر و کور ماندن که در ساباز منتظر ملک الموت هست. ایها الناس، وقع تازه شامیان را از زبان مزدورشان شنیدید. اکنون چند کلمه‌ای بشنوید از امیر مختار ثقفی که از امروز عهده‌دار امور مدائن شد. من گمان می‌کردم معاویه برای اینکه دل و دین جنگجویان عراق را بخرد بر پشت اشتران کوزه های پر از طلا بار کند. اما این کجدم های ارباز از همان جنس لطایف الهیل ورق پاره هایی هستند که در صفین به نام قرآن بر نیزه رفتند. حقیقت این است که عراق عرب
همیشه در میدان نبرد حریف قدر و قلدری برای شام بوده و هست. شامیان اگر مرد جنگ بودند دست به دامن کژدم‌های ارباز نمی شدند. آنها تمام امیدشان به جهل شما بسته، همان گونه که پیش از این طلایه‌داران لشکر عراق قبل از این که به میدان نبرد وارد شوند مغلوب طلاهای ماویه شدند. جماعت مجتبا زخم برداشته، نه در میدان جنگ و نه به دست نیروهای شام، او در تاریکی شب و به تیغ جفای خوارج مجروح گشته. امروز شهر شما، شهر مدائن، میزبان پسر پیامبر است که شکر خدا جراحتشان رو به بهبودی است و به زودی از بستر برخواسته پاسخی دندان شکن به لاف و گزاف های معاویه خواهند داد. و اما من مختار صرفی از امروز بنا دارم در این شهر هر ندای خائنانه به مشکوکی را در نطفه خفه کنم. و این شهر، شهر مدائن، شهر شما را به یاری خدا از لوس وجود مزدوران شام پاک کنم. زن من قتلت ای مردم مدائن، به کدام این گناه میخواهند شما را تومه ی جنگ بیهوده کنند؟ شما امروز میزبان کسی هستید که ابایی ندارد خونتان ریخته شود، اموالتان به غارت رود و ناموستان به حراج. دیر نباشد که شامیان با منجنیق ها و قاروره های نفتین رومی آتش بر سرتان ببارند و شما را در خانه و کاشانتان زنده زنده بسوزانند. چرا حسن ابن علی باید به شهر شما بیاید وقتی میداند جنگ را باخته و معاویه برای سرش وعده ها کرده؟ من از اردوی مجاهدانی میایم که امروز عزادار برادر شهیدشان جراح ابن سنانم، شهیدی که فقط به قصد قربت بر پسر ابو تراب زغ زد و خود به فیض شهادت رسید. لا حول الا لله، 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 لا حول الا لله. برادران، در کجای شریعت محمد آمده که حکومت مثل ایران و روم بایستی موروثی باشد؟ معاویه برای پسرک طناز کبوترباز و میمون بازش سر دست می شکند و پسران علی که از خویشاوندی با پیامبر سوء استفاده می کنند. خوب دور برداشته یزرق، رجز خواندن در میدان خالی شهامت نمی خواهد. نفرین بر شما خارجی ها که مایه ننگ و نفرت عربید. شما که امروز معاویه را کافر می دانید، چطور شد که در صفین به مسلمانی شهادت دادید و در برابر قرآن‌هایی که بر نیزه کردند سجده کردید؟ میشنوید برادران؟ ما را متهم می‌کنند که از دین خارج شده ایم، در حالی که وفادارترین امت به شریعت احمدی. حرف دیروز و امروز ما یکیست، نه معاویه، نه علی و نه فرزندانشان. تا اینها بر سر کار باشند جنگ برادر کشان تمامی ندارد و اعضا و جواره مسلمین بر خاک است و فتنه در میان امت بر جا. به خدا قسم با وجود فتنه اموی و علوی فضیلتی بالاتر از جهاد نیست.
جرأت دارید در بوده مختار رجز بخوانید؟ این نزا حالا تماشا دارد. چطور شد مختار از امر زراعت دل کنده؟ شنیدم سپهسالار لشکر عراق شده. جارچیان خبر امارتش بر مدائن را جار می‌زدند. امیر مدائن که بود؟ مختار امیر نبود بنده خدا. امیر مدائن عموی مختار است. عجیب است که خفاش ها روز روشن به میدان آمدند. تا جایی که من میدانم خفاش از نور گریزان است و در تاریکی شب تومش را سید میکند. تو که بی طرف بودی و پشت به جنگ برادر کشان داشتی ابو اسحاق. از حقیقت دارد که تو حریفتند. تو به چه تمه دینت را به دنیا فروختی مختار؟ پادشاهی عراق میرزد، میدانی چرا در این جنگ به قول تو برادر کشان بیطرف بودم؟ دلیلش عصبانیت از عدالتی است که به امثال شما حیوانات فرصت میدهد تا آشکارا شمشیر ببندید و جولان بدهید و در میان عوام و ناس بچرخید و افکار زالتان را جار کنید. خوارج از نظر من کافران حربیان و مهدور و دم، چه شمشیر بکشند چه شمشیر نکشند، این بار را، فقط همین بار را، به حکم الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس از خونتان میگذرم. حالا گورتان را گم کنید و از جلوی چشمانم دور شوید. یک بار دیگر ببینمتان، مادرتان را به عزایتان مینشانم. برو و این پیغام را به رفقای خبیثت برسان. شمشیرت هم به خوبی زبانت رجز میخواند پادشاه آینده عراق. به جنود شیطان فرصت نفس کشیدن نمیدهید. رهایی این جماعت جفایی است بر رعیت. همشان را به زندان کوش ببرید. بله امیر. شما خوب گوشایتان را باز کنید. زین پس کسی بخواهد سر خود در این شهر شمشیر بکشد یا چوب و چماق بردارد و در شهر آشوب و بلوا بپا کند، با من طرف است. مجرم است که عرب باشد یا ایرانی، اموی باشد یا علوی. از این به بعد در شهر مدائن حفظ امنیت با مختار است. بلاغر چرا رم کرده ای گلم؟ چرا ترسیدی؟ مختار به میدان آمده، نشنیدی؟ چرا؟ مدائن گور گرفته بود، مختار آبی شد بر آتش شهر. چه نسقی کشیده، هیچ کس جرأت عرض اندام ندارد. نشد پاسوز خانهش کنی نه؟ نشد هنانه، دم به تله نداد. عشق آتشین ناریه هم نتوانست منصرفش کند. گوش به هر وسوسه و نغمه بسته. تو چرا خودخوری میکنی عمرم؟ مختار به میدان آمده دست عمر را بسته؟ فدای سرت. عمر میخواهد شاه عراق بشود، خب باید از مانع مختار بپرد. میتواند هنانه. اگر تو بخواهی میتواند. باز چه خوابی دیده؟ خیر است عمرم. عمر و مختار از بچگی با هم رقیب بودن، بلدن با هم کنار بیایند. بیا بشنوی عمر برای چه نقشه‌ای کشیده. هوش از سرت می‌پرد. این رنگ رزان مجوز را بکن.
تو باشی به ولی نعمتت دهن کجی نکنی. منال ببینم تقوا اومدیس یا علوی آهیه یا علی منال حرم نجات پرن پس به در شفی های لانجت آخور معاویه ولیدی تقوا کسیست که طلا دارد یا با کسی که خدا را دارد. زدی؟ پناه بر خدا کله خرس یا کله آدمی؟ شاخ گاو رو یه سرت چه میکنم؟ ای خر، حالان جلت نو شده از قبای زدگر حرام شده قرزان. ای خر، ارباب مهیرت شده از خصم پیمبه حرام شده قرزان. ای خر، حالان جلت نو شده از قبای زرگر قرآن شده قرآن. ای خر، از بسج علاقی سوارت شده یک تازی بربر روی سرگین گاومیش به دماغت خورده کچل مجوس. خیال میکنی از بیت المال پسر علی گله گاومیش نصیبت میشود؟ گاومیش؟ برای من دوره میافتی و تومار جمع میکنی ها؟ بیا جلو، بیا جلو تا مغز نداشتت را حرام سگها کنم. بیا جلو. بواسیرت آت کرده یا کرم به جانت افتاده؟ دقیق دلی کدام مرزت را میخوایی سر ما خالی کنی؟ شیخ ابو مرز به تو چه که من تومار جمع میکنم؟ به چه حقی در خانه من به من حکم ایرانی منحوس بذارم؟ به نهمار توی مغز لشکریان شام پشت دروازه های شهر خیمه زده معاویه بو ببرد که مدائنی حامی پسر علیست به صغیر و کبیر من ره نمی کند. هی ملخو، تو دلت برای مدائن و مدائنی نسوخته. همه می دانند عرب حزمی مزدوران معاویه هند. شما می ترسید که معاویه گیر و مواجبتان را قطع کند. چچل احمق، معاویه آنقدر سخاوت دارد که خر در دبینه می بندد در آخرش اشرفی می ریزد. تو که سنگ پسر علی را به سینه می زنی قرار از چه گلی به سرتان بزند یا بو؟ در دولت پسر علی همین بس که ایرانی و عرب را به یک چشم می بیند. ما سر و جان می دهیم برای این مرامش. به خدا قسم همین دلیل کفایت می کند که ما تشنه به خون پسر علی باشیم. این آرزو را به گور می بریم که عرب با عجم یکی باشد. خب خر معاویه بزنم. عرب از کدام تیر رو تایفند؟ گاو زبانتان را جویده؟ من زبان تک تکتان را میبرم تا همه عمر معاف از معرفی باشید. تا آمده ای ما را به سلابه بکشی بکش. به تیره و تایفه ما چه کار داری؟ تو سلابه نمیخواهی مردک، قلاده میخواهی. ابو فتنه، شرارت همچون کرن در کاسه چشمانم لول میخورد. حضرت عجل، این جماعت از اعراب حضرمی هست. تو از کدام تیره عجم هایی؟ از عجمان دیلم.
نزاع عرب حضرمی و عجم دیلمی، این یعنی جنگ، جنگ اموی و علوی. اما چرا اینجا در مدائن؟ چرا در بازار رنگرزها؟ نزاع در داخل شهر یعنی آشوب، یعنی جنگ، جنگ علیه امنیت و قانون، جنگ با فرماندار. امروز فرماندار این شهر منم. مرد میخواهم برای نبرد. کیان؟ بله امیر. نامه اعمال تک تکشان را میسنجی. هر کس که ضربتی زده یا ضربتی خورده مجرم است. حضرت عجل، نمیپرسید این دعوا و جر و منجر بر سر چیست؟ چون و چرایش به عهده قاضی است، نه فرماندار. خوردی کچل، این بود عدالتی که خودت را برایش تک پاره میکردی. دست مریضات مختار. خیال کردم یک دلاور عراق عرب به میدان آمده تا شیعه خار و خفیف نباشد. توقع داشتید در برابر فحاشی های این شیخ مریض خودفروش حضرمی لال باشم؟ او به جرم حمایت از پسر علی بر من تبر کشید. باید گردن خم میکردم تا بزند. کسی محق باشد ترس از محکمه و قضاوت ندارد. در ضمن شیعه‌ای که ملعبه دست ابو فتنه شود و آب با آسیاب دشمن بریزد، همان به که در زندان بماند و بپوسد. مختار، خال المؤمنین معاویه ابن ابو سفیان برنده جنگی است که بر سر میراث محمد برپا شده. تو با عمویت نمیتوانید مانع شوید. تو اهل درایت و سیاستی مختار، چرا حکومت عراق عرب را با پسر علی محافظه نمی کنی؟ اصل ملت تماشایشون کنید که چه بشود؟ اسارت اینها عبرتیست برای آشوبگران که هنوز آزادند. با آبروی مردم بازی میکنید؟ از انظار خلق دورشون کنید. بله امیر. عذر موجه دارم برادرم. شاید بتوانم به کمک برادرزاده‌ام برای چند روز معضلتان را حل کنم. ایشان برادرزاده‌ام مختارند. السلام علیکم مختار. و علیکم السلام. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام. و علیکم السلام. در اوصاف مختار پسر ابو عبید ثقفی بسیار شنیدم. مفتخرم به زیارتتان. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید. خدا رحمت کند همه اسیران خاک را. از در که داخل شدی لحظه خیال کردم برادرم ابو عبید آمده. نمیدانی در این لباس چقدر شبیه او شده ای. مرحبا عمو جان، رو سفیدم کردی. اخبارت مو به مو، نکته به نکته به من میرسید. عجب ضرب شستی نشان دادی. شنیدم همه مفسدین دو به همزن ماستا را کیسه کردند. شکر خدا نظم و امنیت برقرار شده. مأمورین بر اوضاع شهر احاطه کامل دارند. مرحبا عمو جان. ما پیش از این وقایع هرچه آذوقه در انبان داشتیم
به درخواست امام فرستادی. در حال حاضر انبارهای حکومتی مثل کف دست بنده است، صاف و پاک. علی ای حال از کمک اهالی متمول مدائن ناامید نیستم. شما به سابات بروید. سعی می کنم فردا اولین کاروان محموله آذوقه و علیق را برایتان بفرستم. خداوند بر عزت و جاه و مقامتان بیفزاید. امام 10 تن از یارانی چون شما را در کنار خود داشت به این مصیبت دچار نمی شد. تا مشیت الهی چه باشد برادر؟ شاید در این مصیبت رحمتی باشد که ما نمی دانیم. حکایت امروز امام مجتبی حکایت جدش رسول خدا در احد است. یکی از برکات شکست در احد بیداری مسلمین بود. بله، البته. اجازه مرخصی می‌فرمایید. در پناه خدا محفوظ باشید. جناب مختار، شما از نسل سلحشوران به نام و پرآوازه عراق عربی، نسل مردان پیلفکن. جایت در کنار پسر پیامبر خالی بود، سربلندیم و مغرور که در رکابت شمشیر بزنیم. هر آنچه خدا بخواهد سردار. در پناه حق. خداحافظ. خدا پشت پناهتان. شنیدی عمو جان؟ تو از نسل مردان پیلفگنی. میبینی تو و پدرت در دل و ذهن مردم چه منزلتی دارید؟ حفظ این مقام و منزلت کار دشواری است. توصیه میکنم سری به اردوی امام در سابات بزن. لشکر عراق روحیه خود را باخته؟ حتم دارم تو را ببینند جانی دوباره پیدا میکنند. الحق مرد سیاستی دمو جان، شما از من خواستید که در اداره امور مدائن و مراقبت از جان امام کمک احوالتان باشم. من هم به جان و دل پذیرفتم. من در حوزه فرمانداری شما تا روزی که امام در مدائن هستند از هیچ کمکی مضایقه نمی کنم، اما در جنگی که فرجامش شکست و رسوایی است داخل نمی شوم. پس نمی خواهی جبران مافات کنی؟ نه که نخواهم، نمیتوانم. چرا نمیتوانی؟ تو قدرت و هوش فوق‌العاده‌ای در فرماندهی و اداره امور داری. تو در یک نیمه روز توانستی مدائن را مسخر کنی. چرا فکر میکنی نمیتوانی سپاه مزمحل عراق را بسازی؟ مدائن را در یک نیم روز فتح کردم چون اختیار تام داشتم، چون از سیاست سرکوب استفاده کردم. امام با چنین شیوه موافق نیست. چرا؟ برای اینکه در این شیوه ممکن است انسانهای بیگناه هم قربانی شوند. بهرام رنگرز نمونه‌اش. میدانم که بیگناه است، اما اگر او را در بنده میکردم قوقای عرب و عجم خاموش نمیشد. خب این هم دلیلی است. امیدوارم اقامت امام در مدائن طولانی نشود. دلواپس چه هستی مختار؟ کشت و زرعم، امور رعیتم. کم مشغله‌ای نیست مشغله یک لشکر نانخور. کیان، یکی از مشغله‌های مهم مختار تویی. چرا این شیر شرزه را در بیشه زن و زراعت و نان و آب زندانی کرده اید؟ کیان؟ مشغله مهم من تویی؟ من غلام شما هستم مختار. چرا مثل چغندر سرخ شدی؟ مرحبا به این موجب و حیا و تواضع. منظورتان از این کنایه چیست؟ کیان جاریه را از من خواستگاری کرده. من رضایت تو را شرط کردم.
ناراحت شدی ابو اسحاق؟ به دوستی من فکر میکردم. فکر بعدی که نکردی. حقیقتش چرا؟ فکر میکردم نکنه دوست بیریایی من به طمع خواهرم دورو برم میپلکد. احساس عجیبی دارم کیان. جاری خواهر ناتنی من است و در خانه من بزرگ شده. درست است که من عرقش پدری کردم، اما قبول کن صاحب اختیارش نیستم. وصلت تو با ما هم برایم احساس گنگیست، اما با این وجود من حرفی ندارم. امشب به خانه ما بیا و وقتت رو امتحان کن. رضایت من نیمی از مسئله است. جواب قطعی را باید جاریه بدهد، نه من. عرب را با عجم چه وصلتی است؟ شرمنده ابو اسحاق، رفاقت با تو برایم عسلی است که تلخی و تندی و شوری نمیتواند شیرینیش را ضایع کند. وصلت با شما برایم لذت مضاعف داشت که بدبختانه فراهم نشد. بی‌پروایی و بی‌ادبی این دخترک بی جواب نمیماند. من به اندازه قوتی که به او خوراندم و رختی که به او پوشاندم حق دارم ادبش کنم. مرحبا مرحبا ام ثابت، عجب اغربی در راستین پرورندی. حرمت من به درک. این بود رسم میهمان نوازی؟ چرا کاسه کوزه را بر سر من میشکنی مختار؟ جناب کیان، مختار در مورد تقاضای تو حرفی به من نزده بود. خیال میکردم بر حسب عادت به دیدن دوستت آمده ای. میدانستم چه خیالی دارید، جاریه را میساختم که لااقل اهانت نکند. من هم شرمندم. من این جمله را از زبان عرب بسیار شنیدم بانم. باکی نیست. کیش بودی ته کستا؟ نه ابو اسحاق نه، تو را به جان کیان نه. او مغرور است و جوان. به خدا قسم غرورش آتش عشقش را به جانم افکن. تمنا می کنم صبور باشید. تو دخالت نکن کیان. این دختر غرور و شرافت من را لگدمال کرد. دستم به دامنتان بانو، شما کاری کنید. جاریه مثل دختر من است، من برای او مادری کردم. سوزش چند تازیانه بهتر از عمری شکنجه در کنار مردی است که از جنس ما نیست. قصد اهانت ندارم، تو باید خودت این چیزها را میسنجیدی. من باور نمی کنم پسر مردی باشی که اولین داوطلب حمله به ایران شد. پسر مردی که شهره به پیل افکن است. پسر شکارچی فیلی که عاقبت پیکرش زیر پای یک فیل ایرانی له و لورده شد. تو پسر آن پدر بودی؟ امروز یار غارت یک ایرانی بی‌نام و نشان نبود. گنده تر از دهانت حرف می زنی دختره که بی چشم روی فقیر. من برازنده تبارم حرف می زنم مختار. من یک دختر عربم، دختر ابو عبید ثقفی که برای خودش یلی بود. تو هنوز من رو به چشم دختر بچه یتیمی میبینی که برادرش منت بر سرش نهاده و بزرگش کرده. تو کفیل من شدی که جانم را تصاحب کنی؟ تو برادر دلسوز من بودی، این توهین رو در حقم روا نمیداشتی. تو چطور قبول کردی یک ایرانی بی‌نام و نشان با جسارت و وقاحت رسومات عرب را لگد مال حبس خود کند؟ فضیلت ما به قوم و نژاد و قبیله نیست نافع. ما مسلمانیم.
از این ایرانی بینامونشان چه میدانی که با کینه شطوری برو میتازی؟ تو میتوانستی با یک نه او را جواب کنی؟ او به من توهین کرد، من هم پاسخ توهینش را دادم. باورم شد خونه را به جاهلی در حکایت جاریست. خوب گوش کن جاریه، تا به حال گمان میکردم لقمه حلال میتواند خلق و خوی وحشی تو را عوض کند. از امشب به زبان اعراب جاهلی با تو سخن میکنم، به زبان همان تیر و تبار که اینقدر به آنها میبالی. تو بر سر سفره من استخوان درکاندی، از کنیز من هستی. تا به حال هم همین بوده، تو همیشه به چشم یک کنیز به من نگاه کردی. تو ارباب منی نه برادرم. میتوانی به هر قیمتی که دلت میخواهد مرا به رفیق ایرانیت بفروشی. کیان عروس میخواهد نه عقرب. من تو را نمیفروشم هیچ وقت. انقدر بیشوهر به من، انقدر بیشوهر به من، تو موهای سرت رنگ دندانهایت شوند. دست مریضت با این تحفه ای که ادب کردی. من حریفش نشدم مختار، او دختری غمگین و تنهاست. امروز از خوشبختی دخترانی حرف میزد که زنده به گور شدن. آرزو میکرد کاش پسر به دنیا آمده بود. میترسم دیوانه شده باشد. دیوانه یک عشق موهوم شده. دلت برایش میسوخت، در حقش درست مادری میکردی. تو که بی انصاف نبودی مختار. حق بده شوهرش را خودش انتخاب کند. انتخاب کند؟ اما نه پسر سعد عبی وقاص را. برای من ننگ است که شوهر خواهرم عمر سعد باشد. ناریه، غرورم را زخمی کنی؟ عشقم را سر می برم. دیدی؟ عرب را با عجم چه فضلتی است؟ از زبان من جواب رد میشن دیدی؟ ممکن بود هزار جور فکر و خیال ناجور کنی. خواستم جواب نه را خودت از زبان این دختره که خیر سر یاقی بشنوی. مختاری که در میدان نبرد نرهش یک فوج را می نرزاند و موی بر تنشان راست می کند، در قلم روی خانهش به قدر یک موش اثر ندارد. رقت انگیز در این که مختار شیعه علی عاشق دختری شد که پیامبر پدرش رازی آن کار خونده. رسوایی این عشق هفت پشت مرا کفایت میکند. نگیم تو، نه تو شیعه مخلص علی هم بالینی میخواهی شایسته مرامت. این ننگ مرا بس که عمر سعد این روباه کثیف مکار زیر پای جاریه نشسته و به اعتبار آوازه پدرش او را اخفال کرده. دستم به این رجاله برسد گردنش را خورد میکنم. مرحبا احسنت. برای عمر ابن سعد ابن ابی وقاص مایه مباهات است که مختار ابو عبید ثقفی دشمن اوست. از اینکه خشم مختار بزرگ را برانگیختم احساس غرور میکنم. امشب در این خانه چه خبر است؟ کدام بی‌صفت خائن این دسیسه را چیده؟ آمده ای با شرافت و آبروی من بازی کنی؟ حرام زده!
زور نزن مومن، خدای نکرده باد فت دوچار میشوی. کشک سفید میدان حرب نیست که شمشیر میکشی. خلاف عموزاده، من به مهمانی آمدم، شمشیر کشیدن به روی مهمانی که شمشیر ندارد رسم جوانمردی نیست. نجاستی که حریم این خانه را آلوده کرده فقط با خون پاک میشود. امشب این خانه مسلخ یکی از ما دوتاست. نمیخواهم ورد زبان ها شود. عمر سعد بیدفاع بود و مختار جانش را گرفت. فرصت میدهم با خنجری که به کمر بسته از خودم دفاع کنم. پس آنچه در مورد فعبود رایت تو شنیدم مبالغه بوده. سروی برو به عموی مختار خبر بده زود. بله یابانو. چشم. نمیخوای جرمم را معلوم کنی و بعد برا بکشی؟ جرمت را بر سنگ قبر تک میکنم. از خودت دفاع کن. من به خواستگاری جاری آمدم، نه به جنگ. برای رسیدن به جاریه باید بر نشه من بگذرم. من تو را نمیکشم چون نمیخواهم اشکای جاریه را ببینم. خواهیه جان دستم بدم. تو میدونی مختار را کن. میترسم جاریه او امشب بدجوری زخمی شده. خرنش مختار، ما میتوانی موضوع را مرد و مردانه حل کنی. من در مقابل خود مرد نمیبینم. تو مرد بودی همچون سگی با وفا بر درگاه آل امیه واق واق نمی کردی. پدرت را معاویه به زهر کشت. تو به جای انتقام دست بوس و پابوس پسر ابو سفیان شدی. کسی که بر خون پدر توف می کند همچون حیوانیست که شکمش را از مردار خود پر می کند. خنجر بکش، خنجر بکش نامرد لاشخور. از خودت دفاع کن. یادت باشد خودت خواستی. من امشب با نیت خیر به این خانه آمدم. افسوس شر نصیبم شد. خوب سر به میزنی مختار، اما من هم پسر جنگم. امشب یا بر زندانبان دیوانه و هار قلعه عشق غلبه میکنم، یا در راه وصال معشوق سر و جان میبازم. ماریه جان، تا عشقش را نکشته کاری کن. آقابت اینجا جامعه عزایز که یکی از ما داد هم میخوشم. من هم دست و پایم را گم کردم جاریه. تا بال مختار را به این حال ندیده بودم. قلم پایت بشکرد زربی. کجا رفتی؟ فقط سعید میتواند آتش این جنگ را خاموش کند. شب ثابت میکنم که پسر فاتح ایرانم. پسر سردار فاتح ایران. اندکاب روی برایت مانده باشد میراث پدریست. به فتوحات پدر نازیدن هنر نیست. خودت چه داری سگ با وفای اموی؟ دیدم چطور در گل مانده ای خرخسته علوی. حریف بی هنر طلبیدن که این همه عرق و رگه. دست نگه دار جان عمو. تو کجا و کوشک سفید کجا پسر سعد؟ برای امر خیر آمدم. سگ غلات شکسته کوشکتان چنگ و دندانش را به رخم کشید. چه امر خیری مردک؟ به خواستگاری جاری آمدم. اویی که خر است مابقی را هم مثل خود خر میپندارد. خواستگاری رفتن رسم و رسوماتی دارد خروس بیمار.
تو بی اذن صاحب خانه، بی آنکه در قلباب کنی، آن هم در شبی که کوشک میزبان پسر پیامبر است، به این امارت حکومتی آمده ای که دختر مطالبه کنی. خب کجا این کار جرم است؟ بی اذن صاحب خانه آمدم چون میدانستم روی خوش نشان نمیدهد. در قلباب نکردم چون میدانستم در به رویم باز نمی کند. امشب کوشک میزبان پسر پیامبر است. خب من هم آمدم تا سنت حسنه پیامبر رو احیا کنم. یک جایی از کارت را غلط محاسبه کرده ای عمر. مقرر کرده بودیم هر کس بی اذن دخول داخل در کوش شود خونش را بریزند. تو چطور وارد کوش شده ای و هنوز زنده ای؟ خب از اقبال بلندم بوده که هنوز زنده ام. عنایت بفرمایید، خونم را ریختند. تو اقبالت بلند نبوده. یحتمل برج و باروی کوشک ما محکم نبوده. شایدم دروازبان من با کیسه درهم و دینار شل شده. به زودی معلوم می شود پشت این خواستگاری مشکوک چه نیت شومی پنهان بوده. دربندش کنید. تو که مرد عاقل و با تقوای هستی حضرت والی، به کدام دلیل محکمه پسند مرا محکوم میکنی؟ هنوز حکمی صادر نشده. تو چند روزی مهمان کوشکی. حضرت والی، برای پسر علی برج و باروی نمونده که من بخواهم فتحش بکنم. شما بیهوده من مزنونید. همین جا را غلط محاسبه کرده ای. من تا وقتی میزبان پسر پیامبر باشم بنا دارم به شیوه شیاطین شامی حکومت کنم. دلیل دندانگیری داشتی؟ حاضرم در محکمه بشنوم. این کفتار را به من بسپارید عمو جان. قول میدم زبانش را باز کنم. به یک شرط مختار. قول بده او را نکشی. آمدم کمی با هم گپ بزنیم. من گپهایم رو در آستان پر از مهر و محبتتان زدم. قبول دارم. من کمی از کوره در رفتم. کمی از کوره در رفتی؟ انصافت رو شکر. تو که هرچی فحش و فضیحت می بارم کردی. حالا در برابر چشم و گوش جاریه؟ آخ که زبانت لال شود مختار. دنیا عاشق را در برابر معشوق حقیر کردن چه شکنجه مرگ‌آوریست. وقتی به توانی گریه کنی یعنی هنوز اندک غیرتی برایت باقی مانده. پس می توانی مثل دو مرد با هم صحبت کنی. خوب گوشهایت را باز کن عمر. من امشب می توانم به جرم همه سرهایی که زیر آب کرده ای برایت پاپوش بدوزم و اسرائیل جانت شوم. و هم می توانم نزد حاکم مدائن رفته بگویم که تو در گنداب این سیاه چال
روح پلید و بیمارت را در آینه دیده‌ای و استغفار نموده‌ای و به ریز و درشت معاصیت اقرار نموده و به معرفتی ملکوتی نائل گشته‌ای و چه و چه و چه و چه. حال انتخاب با توست. چه کنم؟ سعی نکن چهره مردان صبور و خون سرد را نشان دهی. از من چه میخوایی؟ به چه نیتی به کوشک آمدی و چطور آمدی؟ دست پایم رو باز کن تا راحت حرف بزنی. زنجیر را به دست و پایت بستند، نه به زبانت. حرف نزنم چه؟ پسر منصور نعلبند را هم بندت میکنم و به گورکن سفارش یک گور پتاپن میدم. چطور است؟ پسر منصور نعلبند چه صیغه ایست؟ اهل ذمه فراموشکارند. با این ظلم های بیشمار که تو کرده ای باید هم به یادت نیاید. پسر منصور نعلبند برادر دخترک اقفال شده منصور نعلبند است که خودش را حلق‌آویز کرد. مردک دستش به تو نمی رسید، خرمنهایت را به آتش کشید. اجالتاً به جرم آتش زدن خرمنها زندانی است، اما داغ دلش هنوز تازه 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 است و خدا خدا می کند لحظه ای عمر سعد را زیارت کند. متوجه که شدی؟ پسر منصور نعلبند تو را می کشد و با سربلندی و غرور قتلت را به گردن می گیرد و پسر سعد ابی وقاص سردار فاتح ایران با یک اتهام ناموسی دار فانی را وداع می کند و فاتح. خب نظرت چیست؟ عجب حق بازی هستی؟ بسیار خوب، تو بردی. معاویه حق دارد از تو عمو جانت بترسد. حمایت شما از پسر علی کارش را دشوار کرده. حتما تو را فرستاده تا کار دشوارش را آسان کنی. یه تهمت احمقانه است. من خیالاتی داشتم ولی فرستاده معاویه نبودم. نه خیر، تو ظاهرا زبان خوش سرت نمی شود. اقرار تو ممکن است برای عمویم که سیاست مدار کهنه‌کاری است منفعتی داشته باشد، اما برای من وقت تلف کردن است. فرصت مناسبی است تا برای همیشه از شر تو و مزاحمت‌هایت خلاص شوم. من فرستاده معاویه بودم. به کشکا بادم تا به سر علی را بکشم. خوب شد، تو همین ها را میخواهی؟ این که اقراریست مزهک. تو یکه و تنها به کشک آمدی تا پسر علی را که در حصار فوجی از مراقبین و محافظین است بکشی؟ باید مغز خر خورده باشی تاشون خیال خامی به سرت بزنند. لعنت خدا بر شیطان. چرا بر شیطان؟ و تو که دست شیطان دست خوش بسته ای. مختار، من از طرف معاویه به کشک نیامدم. باور نمی کنی؟ برو با پسر منصور دربندت، هر غلطی دلت می خواهد بکن. من به کوشک آمدم تا قلب کوشک سفید یعنی تو را، یعنی مختار کل شق را که سودای پادشاهی عراق عرب را در سر دارد راضی کنم تا دست از دامن پارپونه پسر علی بردارد و فرصت را از کف ندهد. معاویه دخترش را در قبال پسر علی وعده کرده. مختار، داماد معاویه شدن یعنی پادشاهی عراق. اما تو اون بره برون مسخرت همه امیدها رو به یک مبدل کرد. این وسط به تو چه میرسید؟ خیلی چیزا، کمترینش جاریه. هنوز هم دیر نشده مختار. به خدا قسم مخافت تو و اموجانت بیفایده است. معاویه بنا دارد به مدائن هم بکند، کسی هم جلو دارش نیست. عراقی ها میدان رو خالی کردند. من که میدانم تو از بچگی رویای شیرینت پادشاهی بر عراق بوده. تا کی میخوایی خود رو با زمین و گاواهر و ورزا مشغول کنی؟ تو 40 ساله شده این مختار. امروز نتونی فردا خیلی دیر است. بیا تا کسی پیش قدم نشده حسن رو تحویل معاویه بدهیم. ممکنه میخوایی اون رو بکشیم.
معاویه هم او را نمی کشد. من حتی دارم معاویه به خاطر فریب عوام و ناز هم که باشد دستش را به خون پسر پیامبر آغشته نمی کند. تازه من می توانم از معاویه برای حسن همان نامه بگیرم. برای همین است که از همون دوران بچگی از تو متنفر بودم. تو همیشه خودت را عقل کل می دیدی و مرا احمق. خیال می کنی این مزخرفات به عقل خودم نمی رسد؟ چیکار داری؟ دستم را باز کن تا نشانت دهم که خیلی پر بادی. چه شب شومی، همش صدای جغد می شنوم. می ترسم ناریه، می ترسم عمر زیر شکنجه طاقت نیاورد و همه چیز را لو بدهد. چه فتنه ای در سر داشتی فرپریده؟ عمر قرار است چه چیزی را لو بدهد؟ وای خدا، مختار بفهمد چه دسیسه ای کرده. این گیسه ما را می تراشد، سر ما را گوش تا گوش می برد. چه دسیسه ای جاریه؟ چرا هول برت داشته؟ طوری حرف می زنی که مرا هم می ترسانی. زبان به چرخان خیر سر. چه رازی بین تو و عمر هست که من بیخبرم؟ حاشا و کلا، چه رازی ناریه جان؟ هرچه بوده تو میدانی. پس چرا مضطربی؟ نشنیدی عمر را متهم کرد امور معاویه است و برای جاسوسی به کوشک آمده؟ گیرم که اینطور باشد. به من و تو چه؟ چه کسی به او کمک کرده تا داخل کوشک شود؟ ناریه، زن برادر عزیز من، همسر نازنین مختار. تو با لباس غلامانت او را به داخل کوشک آورده ای. دامن پاک مرا آلوده نکن مار مولک. کف دستم را بون نکرده بودم که عمر برای جاسوسی می آید. خیال می کردم به طلب تو می آید. خدا طالعم را بسوزاند. آمدم ثواب کنم، کباب شدم. حالا چه خاک و خاکستری به سر کنم؟ سر منصور نهبند است. خب جناب هارون ابن منصور، که قرار بود پسر سعد را بکشی. حضرت عجل، نصف شبی مرا بیدار کرده اید و نکیر و منکر می پرسید. ما شنیده بودیم مدائن حاکم عادلی دارد که مثل سلمان فارسی حکومت می کند. گرگ و میشش یک آبشخور دارند و حق مظلومی پایمال نمی شود. بی مبالغه درست شنیدی. پس چرا این وقت شب به من جفا میکنید؟ جوابم را بدهی حکمت این مزاحمت بی وقت را میفهمی. من نمیخواستم عمر سعد را بکشم، میخواستم ارض و ناموسش را غارت کنم. یک روز از عمرم باقی باشد این کار را میکنم، بیسیرتش میکنم. بعدش هم عدالت با من هرچه کرد کرد. باک ندارم، دارم بزنن یا قطع عضوان بکنن. شاید امشب به آرزویت برسی. جان من؟ شاید. پشت در باش تا صدایت کنم. مختار، کلو در را بینداز. چه فرمودی؟ کلو در را بینداز، حق باز. نوچه صدایم را بشناسد و حال شود. نکیدی مشکوک نگاه هم میکرد؟ مختار جان، تو در هوش و درایت بر همه افسری، به عالم آدم و جنیان سری. به چه چیز باید اقرار کنم جناب سلطان هوش؟ چطور و با کمک چه کسی وارد کوشک شدی؟ سلیم کوره را میشناسی؟ همون پاینداز دوران جوانی و جاهلی و بلوغ من. داخل شدن به این کوشک راحت تر از مشرف شدن به منظر سلیم کوره است. بی خود حاشیه نرو. تو همدستان قسم خورده ای داری که سرشان در آخر این کوشک بند است. نام تک تکشان را میخواهم. یعنی ممکن است به عشقش وفا نکند؟ تو را بفروشد یعنی مرا فروخته.
مختاری که من میشناسم از سنگ حرف میکشد. کاش به این ایرانی بدقدم اهانت نمیکردیم، کاش با اون مهربان تر بودیم. تندی ما با کیان مختار را شوراند. مختار خشمی و زخمی نمیشد، کارش با عمر به آشوب نمیکشید. حاشا کن، بگو لباس غلام را دزدیده، بگو غلام را خریده. چطور حاشا کنم وقتی عمر اقرار کند؟ بگو عمر افترا بسته، بگو عمر عشق خود را اسیر دست مختار دیده، خواسته با دسیسه ای عشق مختار را پرپر کند. مختار عاشق توست، باور می کند. غرورش را زخمی کرده باشیم، عشقش را سر می برد. قرامت عشق تو را هم من باید بپردازم. خدایا به دادم برس. یک خمره مرکب و چند صد زرد پوست بیاور تا به توانی نام همدستانم را سیاهی کنی. خودم کشک سفید از دم منهای تو هم و جانت مضاف بر خیلی سرداران دور و نزدیک پسر علی از همدستان حقیرند. البته من به ابتکار خودم داخل کش شدم. باید از البسه زنانه و انده کشم و ناز در راه رفتن. در حکومت علی و فرماندارانش شرعن جایزیست مردان زنان را تفتیش کنند. خب من هم از همین درد بارد شدم. حتی در وزمان صریحا به نشانه ادب خم کرد. قانع شدی یا باز هم دلیل برهان میخواهی؟ چون این مکر کثیفی فقط از یک بیغیرت نامرد مثل تو برمی آید. نام مرد بر تو مایه شرمساری مردان مرد است. خب بنت سعد، سرخاب و سفیداب بر گونه هایت نمی بینم. همچون رقاصه ها خودت را بزک کنی و با همان سلیم کوره اشرت کده ای دایر کنی، ثروتی هنگفت به چنگ می آوری. این کار برای تو خیلی مناسب تر است تا در یوزگی بر آستان اوموی. به قول خودت این هم ریسمانیست که عشق به گردن مفکنده. قبول دارم غم‌انگیز است. عشق از شیر در میدان موش در سوراخ میسازد مختار. من هرچی کردم به خاطر جاریه کردم. مرد باشو رازم رو به جاریه نگو. جاریه از امشب برای من مرده. جاریه برای تو مرده. برای خودش پرنده آزادی است که قفس اسارت مختار رو شکسته و برکشید. خدا رو چه دیدی؟ شاید من به تیر عشق شکارش کردم. بر همین خیال باش. باز کدام معمایت لاین حل مانده؟ تو که هرچه میخواستی شنیدی. حرفای تو به درد عمویم میخورد تا منبر سیاس پخته تری باشد و به دشمنانش اجازه ندهد از باب شهر به او حمله کنند. اما من و تو حسابهای من هنوز با هم تصفیه نشده. برای تو حسابی با هم نداریم. پدر من و پدر تو دو سردار فاتح ایران بودند. به خدا قسم روحشان در گور می‌لرزد وقتی من و تو مقابل هم ایستاده ایم و تشنه به خون همیم. این چه دشمنی کوریست مختار؟ حمایت تو از پسر علی چیزی را عوض نمی‌کند. حسن پسر همان عدالتی است که معتقد است فرماندارانش باید همیشه در دسترس رعیت باشند. عدالتی که به مردم متکی است. اعتماد به مردم نتیجهش همین می‌شود که خلیفه‌اش را می‌بینی. به خیمه‌اش می‌ریزند، قارتش میکنن، خطابش رو میشکنن، سردارانش رو میکنن، بعد هم قصد جانش میکنند. تو خیال میکنی من چرا سنگهایم را با این جماعت واکندم؟ بنی امیه و بنی هاشم که از یک پشت و یک تبارند. بماند که تو عمو جانت تافته جدا بافته ای هستید. من یقین دارم فردا که حسن از بستر برخیزد شما را بابت رفتارهای ظالمانه مؤاخذه کند. چرا سوی بی خود میزنی مختار؟ من که میدانم تو تایی دلت حداقل در این یک مورد با من هم عقیده ای. بی خود نیات دل بیمارت را به من نسبت نده. من خلقیات تو را خوب میشناسم. مکتب خانه و مشک جنگ یادت رفته؟ همیشه ملای من توصیه میکرد بچه ها هر وقت مختار خواست فرمانده باشد قبول کنید. او برای فرمان بردن خلق نشده. تو همیشه با من سر جنگ داشتی. از من بدت می آمد. ای بردندانم را شکستی.
یک بار موش پایم را از جا بدر کردی، یک بار نستی بود گردنم را بشکنی. چرا؟ برای اینکه در چشمان بابا غوری گرفتت بلند پروازی و جاه طلبی می دیدم. غرور و جاه طلبی تو کمتر از من است. من تو به رویاها و آرزوهای هم می مانیم. به همین دلیل از تو متنفرم. کجا همون زده؟ لاغر دستانم رو باز کن، کل خر. روح ناکام مختار سر ابو عبید ثقفی فاتحه. به در لگت نزد. دیدی ناریه جان، دهان عمر قفلی دارد که کلیدش جادوی نگاه جاریه است. مختار. بله. شام نمیخوری؟ سر شب به قدر کافی از دست پختتان میل کردیم. از دست جاریه ناراحتی؟ جاریه از امشب در این خانه یک غریبه است. رفتار امشبش با کیان یعنی انکار قوم و خویشیش با من. جاریه هنوز بچه است مختار. ناریه، زین پس نمیخواهم نامش را بشنوم، حتی از زبان تو. زربی کجاست؟ نزدیک خروس خان است، حتما خوابیده. بیدارش کن، کوفته هم مشتمال میخواهم. نذر کردم امشب به خیر و خوشی سحر شود گوسفندی قربانی کنم. خرافاتی. کفکت خروس میخواند ور پریده. بدانی چه جگری از من خون شد؟ برای تو که بد نشد. مختار با زبان بی زبانی تو را به مراد دلت رساند. از امشب بی ترس از مختار میتوانی به عمر جانت فکر کنی. عمر را آزاد می کند. شاید. مختار وقتی کوفته است که بازنده میدانی باشد. غلط نکنم بازی امشب را عمر برده. تو شکارچی و شیر و پلنگی، حیف نیست به شکار شغال بروی. این جماعت مشتی شغال گرن که تا خری ار نکرده او میکنن. به خداوندی خدا قسم، قوقای عده خر و شغال در تاریکی مشتبه پسر علی شیر خدا را زمین گیر کرده. تو هم بروی زخم برمیداری. به هیکلت زخم نتوانن بزنن، بر دلت میزنن. سر شب که تو با عمر سعد جنگت شد، من به دستور بانو رفتم عمو رو خبر کنم که قنبر را دیدم. بدانی با چه سوزی از دل خونین امام مشتبه حرف میزد و عشق میریخ. دلم میخواست کنارش بشینم و شکم سیر عشق بریزم. قنبر؟ کدام قنبر؟ قنبر غلام علی. قنبر در مدائن چه میکند؟ همراه بانو جهده آمده. جهده؟ بلیا، همسر امام مجتبی. جهده دختر اشعث ابن قیس کندی؟ بلیا، آمدن امام مجتبی را ببینم. عبور موی از خرس کندن قنیمت است. یعنی ما خرس هستیم حضرت والی؟ در مثل مناقشه نیست سلطان سخاوت. یک خروار آرد گندم و یک خروار جو به نظر دریادلی چون شما یک تار موست. اجازه می دهید این تار مو را از زکات غله سال آتی کسر کنیم؟ به حساب دیون دولتی تان سیاهه می کنم. دیون شرعی را که پیشخور نمی کنند مومن.
هنوز بیدار دیدم جان. داشتیم با حضرات چانه میزدیم که مقداری آذوقه برای لشکریان سابات فراهم کنیم. تو چه کردی جانم؟ پسر سعد چیزی اعتراف کرد؟ بله، در لباس یک زن وارد کوشک شده. یا لاله، چه حیوانات رسلی. واجب شد تا زنانی هم بر دروازه ها بگماریم که زنان را تفتیش کنند. شنیدم همسر امام به کوشک آمدند. بله، بانو جعده آمدند. بانوی صالحه و دلسوزی است. سختی راه را به جان خریده و خود را به امام رسانده که تیمارش کند. از بابتی خیالم کمی آسوده شد. باید از بیت امام یکی بر بالینشان می بود. می توانم با ایشان ملاقات کنم؟ کی؟ همان الان. این وقت شب چه لزومی دارد مختار؟ اشعث ابن قیس، پدر بانو جهده و عمر ابن سعد با هم رفاقتی دیری ندارند. هر دو از افراد مورد وثوق ماویند. امکان دارد بین آمدن بانو جهده به کوشک سفید و آمدن عمر سعد ارتباطی باشد. استغفار کن مختار، بدبینی زیاد از حد جایز نیست. جده همسر امام است، راه او از راه پدرش جداست. امو جان، من خودم از همین بانوان صالحه و دلسوز یکی در خانه دارم، دخت سمرد ابن جندب. بعضی اوقات خلق و خوی جاهلانش دیوانه هم میکند. باید مراقب دوستی خرس خاله ها باشیم. این وقت شب چه دلیلی برای ملاقات بتراشم؟ وقتی آمد بسیار خسته و درمانده بود. شاید از سایه خوابیده باشد. بو ببرد به او مضمونی چه؟ من که نمیخواهم از بانو جهده در مقام متهم بازجویی کنم. باید طوری حرف زد که بانو جهده ما را محرم اسرار بداند و سنگ زبور خیش. او درد دل کند، من سر مگو را خواهم فهمید. حداقل تا نماز صبح صبر کن. بسیار خوب، چاره نیست، صبر میکنم. پس مختار ثقفی شما هستید؟ بله بانو، مفتخرم که بانو اذن دخول دادند و بنده را به حضور پذیرفتند. به کوشک سفید مدائن خوش آمدید. خوش آمدم. خوش آمدن و خوش بودن در دیار بی خردان و نامردمان بهای مادر جان دارد. آخرین باری که مجتبی را دیدم عرض کردم خوش آمدی سبت پیامبر، خوش باشی. مجتبی لبخندی زد و فرمود خیرت قبول جعده که برایم آرزوی مرگ می کنی. کنایه عجیبی است. مرا به یاد فست و ربل کعبه علی انداخت. کسی که به عالم ملکوت نظر دارد، عالم ناسوت در نظرش حقیر است و ناچیز. حلقه فرشتگان آسمانی کجا و حلقه دیوان و ددان زمینی کجا؟ از جناب فرماندار شنیدم برای امر مهمی به دیدنم میایی. بگوشیم مختار. توفیق اجباری شد که در حوادث اخیر امنیت شهر مدائن و حراست از جان امام به بنده حقیر سپرده شد. چه کسی شما را مجبور کرده؟ عمویم. جناب فرماندار، وقتی امام را مدهوش و مجروح به کوشک سفید آوردند، فرماندار مرا احضار کرده فرمودند نسل آدمیان معتمد را ملخ زده. من هم ناگزیر شدم لبیک بگویم. کسی که چپران بر مسندی می نشیند میلی به حفظ آن ندارد.
کسی که با اکراه خدمت می کند بعید نیست در انجام وظیفه قصور کند. حراست از جان پسر پیامبر تکلیف مردمانی است که با زهر و شوق و از جان و دل با خدا معامله می کنند. بلیغ و فصیح سخن می کنید بانو. دلیل اکراه هم ترس از شیطان درون است. نمی خواهم نامم در ردیف مردانی سیاه شود که با ذوق و شوق می آیند تا جان را سرمایه کسب و کار با خدا کنند، اما سر از دکان حضرت ابلیس در می آورند. پیش از این که متولی امور امنیتی شوید چه می کردید؟ زراعت بانو. بعد از جنگ صفین از کوفه به مدائن کوچ کردم و زراعت پیشه ساختم. با من چی کار داشتید جناب مختار؟ حتما می دانید معاویه برای سر امام 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش را وعده کرده. بله شنیدم. وعده وسوسه انگیزی است. این وعده کار چاکر را چنان دشوار کرده که خواب و خوراک بر من حرام شده. طرفت‌العین غفلت هم شیعیان را به غمی جانسوز مبتلا می کند و آبروی 40 ساله تیره و تبارم تباه می شود. چنانچه بانو قصد ماندن در مدائن را دارند، تقاضا می کنم در انجام این وظیفه خطیر مرا یاری کنند. کور از خداوند و چشم بینا می خواهد جناب مختار. چه باید بکنم؟ خیال کنید حتی حشرات این کاخ ماموران دشمنند. خیال کنید نیش پشه و زنبور و مگس این کوشک آلوده به زهر دشمن است. بدون مشورت با عمویم فرماندار با احدی دیدار نکنید. فقط تعامی را به امام بخورانید که از دست عمویم گرفته باشید. یعنی خطر تا این حد نزدیک شده؟ متاسفانه بله. دیشب یکی از جاسوسان دشمن را که با لباس زنان وارد کوشک شده بود دستگیر کردیم. آدم سرشناس معتبری است. به طمع وعده معاویه حاضر شده حتی از مردانگی خود بگذرد. شاید او را بشناسید. نامش عمر ابن سعد ابی وقاص است. عمر ابن سعد ابی وقاص؟ بله، پسر سردار جهانگوشای عرب. نفرین بر این چشم تنگان دنیا دوست که شرف و غیرت و مردانگی را کشتند. فکر میکردم عرب دینش را بفروشد، غیرت و غرور جاهلیش را نمیفروشد. ای زاره دل سوختی امین، در دلم دژی بنا کرده بودم از صبر و توکل و امید. تو با این خبر ویرانش کردی. برای حسن یک راه بیشتر نمانده. باید خرقه خلافت را تسلیم معاویه کند. میخواهید چه کنید بانو؟ باید با حسن صحبت کنم. باید مجابش کنم که صلح را قبول کند. معاویه که از کفار قریش بدتر نیست. صلح حدیبیه پیامبر با کفار قریش، حکایت امروز حسن است با معاویه. من با به وظیفه عرض میکنم. شتاب نکنید بانو. ضعف ناشی از خونریزی باعث شده امام نتوانند اخبار ناگوار را تحمل کنند. سخن از او فرود آوردن ضربتی است به مراتب مهلک‌تر از ضربت خنجر بن سنان. یکی دو روز تحمل کنید حالشان بهتر شود. خراب شود خانه جهل این جماعت سفله که آرزوهایم را حسرت کردند و قصر رویاهایم را ویران. رهایش کنید. تو را به خدا رهایش کنید. معاویه رحیم تر از آن است که بر نوه زخمی پیامبر تیغ بکشد. به خاطر خدا بیش از این حدیث جنگ در گوشش نخوانید. اسبانی تیز رو بنشینید چونان که بر باد سوارید.
کمتر بخوابید و بیشتر بتازید. مهلت چندانی نداری. تو به شوشمرو و تو به اهواز و شما دوتن هرچه زودتر خود را به عراق عجم برسانید. بی جواب نیایید. یادتان باشد عهد و ناسی نباید از مقصدتان مطلع شود، حتی عهد و عیالتان. خداوند پشت و پناهتان. اما پهلوان کیان با کاروان آذوقه و علی خود را به لشکر سابات برسان و شخصا بر تقسیم جیره نظارت کامل داشته باش که مبادا خدایی نکرده حقی ضایع شود. از اخبار مسرت بخش غافل نشو که روحیه سربازان را آباد می کند. کجایی کیان؟ ابو اسحاق امیر خیلی پکر است. کاش در این بحبوحه تردیدها و تشکیکها موضوع من و جاریه را مطرح نمی کردید. ابو اسحاق امروز ابو اسحاق دیروز نیست. برو کیا، نگران ابو اسحاق نباش. ابو اسحاق امروز یقیناً از ابو اسحاق دیروز یک روز بزرگتر و پخته تر شده. بله امیر. بانو جده را دیدی مختار؟ چه آیدت شد جانمو؟ بگو بیتابم بدانم. مختار تو هم بهتر از به همان بیل و زمینت تکیه کنی. تو و عمویت نمیتوانید حریف لشکر مور و ملخ شام شوید. شما خودتان را نجات دهید. من شوهرم را نجات خواهم داد. من شوهرم را نجات خواهم. من شوهرم را نجات خواهم. عمو جان ما قافیه را باخته ایم. یعنی چه قافیه را باختیم؟ نور دیده؟ یعنی این که بانو جعده هم مانند عمر سعد سخن می کند. یعنی این که مأموریت دارد تا امام را واداره به قبول صلح کند. یعنی امام حتی در بیت خودش هم غریب است و همراه ندارد. کار از دست شده امو جان. شما چه اصرار دارید با شماری قلیل به جنگ لشکریانی بروید که به شماره ری ریزارند و به ثروت خروار خروار طلا و به حیلت لشکریان شیطان؟ سودایی شده ای مختار، هوایی شده ای. بانو جهده جادوگر بوده یا عمر سعد؟ پسر جان، آنها که در بدر و احد و خندق در برابر رسول خدا لشکر آراستند، شمار و ثروت و حیلتشان کم از لشکر شام نبود. بدریون یک به سه بودند در برابر مشرکی. بله یک به سه بودند، اما بودند. دل از دنیا کنده و مشتاق مرگ. امروز چه؟ انگوش شماری هاشمیان مانده اند و شما بود گوشهایتان. باشیعیان عراق عجم و شوش و اهواز تجهیز قشون میکنیم مختار. امو جان ما بی خود زور میزنیم. آنهایی که خدا دلسوز پسر پیامبر میدانند برهانی برنده تر از ما دارند. صلح، صلح حدیبیه. من اطمینان دارم امام که از بستر برخیزند واداره به صلحش میکنند. پس تا فرصت هست پیش دستی کنید، با معافیه مصالحه کنید. نه باور نمی کنم که این سخن را از زبان پسری بشنوم که پدرش با غسل شهادت به میدان می شتافت. از من می خواهی یک عمر ارادتم به علی را وانهم و معاویه را دریابم؟ آن هم در ایامی که پای بر لب گور داره. حیات
به خدا قسم این حنایی را که بر دستانم میبینی حنای شهادت است. افسوس مختار، تو با این سخنان جگرم را سوزاندی. دلم خوش بود شیر پسر برادرم با شمشیری بران قریبی قران و دلی سرشار از خلوص و ایمان مرا نزد امام، نزد پسر پیامبرم رو سفید می کند. عمو جان به خدا سوگند بگویید بمیر، کفن می پوشم و در گور می خوابم. اما دلم نمی خواهد کوشک سفید مدفن عمویم شود بدون آنکه از مقاومتش منفعتی برده باشد. باور کنید مقاومت ما تأثیری در سرنوشت جنگ نخواهد داشت. صلح قطعی است. معاویه هم امام را نخواهد کشت. او به خاطر بقای دولتش هم که باشد هرگز خودش را بدنام نمی کند. عجب کشفی کردی. برو مختار، برو. زین پس مرا به شمشیر و تدبیر تو نیازی نیست. خدا بخواهد این بار را یک تنه تا عرش می کشم. که کرد یه رز کار امت باز مسلمین شدند از جنگ خلاص. معاویه ابن ابی سفیان و حسن ابن علی پیمان صلح بستند. معاویه خلیفه شد و حسن بیعت کرد. ای مردم مدائن به گوش، ای مردم مدائن به هوش، جنگ تمام شد. معاویه ابن ابی سفیان و حسن ابن علی پس از شور مصالحه کردند. حسن خرقه نهاد و معاویه خلیفه شد. هنوز دندان به هم میسایی؟ خلیفه بخشیده تو نمی بخشی؟ بذل و بخشش خلیفه ما را اسیر کرده و شماها را دلیر. خطر در کمین همه بود رنگ رز یاقی. خدا را شکر که مدائن به قاروره های نفتین و کجدم های ارباز شامی گزیده نشد. حسن با صلحش خدا را خوشحال کرده. نادان، صلح حسن با معاویه عجم کشی بود. دراز گوش. آهسته دیوانه، این سخن اعامره است. این سخن مریدان علی است. من ابو نصیرم کچل، تاجر نخی که تو رنگ میکنی. صلح حسن و معاویه به نفع همه مسلمین بود جز اهامره که ذاتن عرب ستیزند و دمشان را به دم مریدان علی گره زدند تا در پناه عقاید علی دوستانه عرب کشی کنند. بهرام، تو ندانسته زبان این جماعت زیانکار شده ای. من و تو همشهری هستیم و همسایه. هر چه تو رنگ کنی من خریدارم. گره پیشانی باز کن مرد،
حیف نیست با هم دشمنی کنی. بله مولا جان. بیا بر خرمنکوب بنشین. بپا مراقب باش. آمدی جنگ جوی پیر پسر آواره. همه چیز تمام شد مختار، تمام آرزوهایم حسرت شدند و دور. چشمان داده این دو پیاله خون شدن. به خدا قسم مرگ گواراترم بود. هاش مرده بودم و این همه خفت را نمیدیدم. این که امام پذیرفت سال نامه نبود، نه این نامه بود، نه این نامه بود. عاقبت حضرت ابلیس تو را هم به زانو در آورد. دیو خشم کفر خواند کرده کیان. لگام سرکش احساساتت را بکش، عاقل باش. بیا بیا آدمی بیا سای. مشتبه چاره ای نداشت از پذیرش سال. دروازه شهادت باز بود مختار. ما میتوانستیم با خون مام پسر ابو سفیان را رسوا کنیم. تو هم مثل عمویم اشتباه میکنی کیان. خودکشی فعلی است حرام. پسر پیامبر مبرا از خطاست، مرتکب فعل حرام نمیشود. من یقین دارم مشتبه میدانست که خونش حقانیت او و دینش را تضمین نمیکند. او یقین داشت با ریخته شدن خونش دشمن رسوا نمی شود. هر زنی به رسوایی معاویه امید داشت، هرگز زیر بار این صلح نمی رفت. معاویه چرا رسوا شود؟ نماز نمی خواند؟ روزه اش فوت می شود؟ حجش قضا می شود؟ آشکارا فسق و فجور می کند؟ کدام؟ همین ها برای فریب عوام الناس کافی است. یا کیان، زین پس شمشیرت را غلاف کن و به جایش بیل بردار. خواهی دید با بیل زدن هم میتوان به بهشت رسید. پیمان صلح بین حسن ابن علی علیه السلام و معاویه ابن
ابی سفیان بسته شد که به گواهی تاریخ شامل 5 اصل اساسی بود و مهمترین و اولین اصل آن موروثی نبودن حکومت پس از معاویه بود. معاویه طبق این سند معتبر متعهد شد که پس از خود جانشینی برای حکومت بر مسلمین تعیین نکند. کشتی هایت غرق شده گلم؟ دلواپس مختارم خاله. چرا؟ مختار که همه جوره تسلیم شده خاله. هنوز با عمر آشتی نکرده. آشتی نکرده بود راضی نمی شد تو به نکاح عمر درایی. مجبور شد خاله. زنجموره های من و ناریه باعث شد که راضی شود. قلبن از عمر متنفر است، میخواهد سر به تنش نباشد. خطبه عقد را بخوانند، عمر و مختار قوم و خویش میشوند، کینه ها همه میمیرند. به جای اخم چشم خمار کن تا دل و دین عمر را زیر رو کنی. میترسم غرور مختار زخمی شده باشد خاله. مختار غرورش خراش بردارد، خانه خرابمان می کند. مختار وقتی ترسناک است که شمشیر به کف داشته باشد. مختار بیل بردوش آزارش به مرچم نمی رسد. خدا از زبانت بشنود خاله. معاویه ابن ابی سفیان به عنوان خلیفه بر کرسی حکومت مسلمین یک تازی می کرد و به هیچ کدام از مفاد عهدنامه‌ای که با حسن ابن علی علیه السلام بسته بود عمل نکرد. موروثی نبودن حکومت و نیز تأمین جانی از امام و یارانش دو شرط اصلی عهدنامه بود. معاویه برای رسیدن به پادشاهی رویایی خاندان ابی سفیان قصد داشت زمینه را برای حکومت پسرش یزید فراهم سازد و برای نیل به این هدف امام را مانع جدی می دید و لذا بود در فرصتی مناسب ایشان را از سر راه خود بردارد. به گواهی تاریخ سرانجام معاویه با توطئه‌ای پیچیده موفق شد به دست جعده همسر امام ایشان را مسموم کند. مختار ثقفی در جدالی سخت با عقل و دلخیش شمشیرش همچنان در غلاف ماند و در یکی از قصبات اطراف کوفه به نام لفقا زراعت می کرد. دهکده لفقا سال 60 هجری قمری. Thank you.
مختار. مختار بیدار شو مختار. این کابوس ها که دست از سرت برمیدارند مختار؟ جگرم میسوزد عمره، جوری خوابم بده. استغفر الله ربی و عدوله. قسم نشنیدم، من نشنیدم دست پای کراس رو ببندن راه رفتن بلد میشود. از باز نیستی زروی، مهتری نکرده. زروی تصدق از مولا جان، بگو تا نوکرتم بلد شود. دست و پایش رو ببند یا او را راه ببری، عادت میکند این شترمرغ لک لک نکند و دل سوارش را از جا نکند. مادیان مادرش خودش را کشت. تمام شد. خوب بلد شدی زربی؟ بله. دست چپ به دست راست، پای راست به پای چپ. تصمیم نباید کوتاه بلند باشد، همیشه باید به یک قاعده باشد. ببین چه دلبری می کند خوشقد بالا. کجا؟ کجا؟ چه میلی دارد برای تاختن. زربی، از امروز دلدل صدایش میکنی. دلدل؟ از پشا سوار عرب، علی. چه اسم با مسمایی؟ دلدل. بیا بگیر، هر روز با او مشق میکنی. حرام. مرحبا پسر، ابو زاغ را تازه کردی. برو. نه ترسانش، میخواهم نیمه وحشی بماند. ولتان کنن تا غروب سرتان را به این کره اسب بند میکنید. دلدل اسب نیست عمره، اجده هاست. نگاهش کن. آروم. تا امروز فکر میکردم فقط شمشیرت میتواند حسادتم را برانگیزد. امروز دیدم نه. آروم. عمره رقیبان دیگری هم دارد. ابوی تو ام ثابت است. مختار بدون اسب و شمشیرش شوهر نیست. مترسک است. برو آبی به سر صورتت بزن، لباس عوض کن. فراموش کردی امشب میهمان داری؟ زربی، سر دلدل را بگیر. تا کور شوند و لال همه آنهایی که سب به علی میکنند. بیا جوان، این ولیکات را هم تو به بازویت ببند. چشم کوفی جماعت سگ دارد. میدانم از ترس کدام شوم نفس سگ چشم به فکر من و دلدل افتاده ای. عمر سعد این نحسی و نجاست است. به خدا قسم مولا جان، وقتی از بانو شنیدم که عمر سعد قرار از میهمان این خانه شود، لااقل 10 بار الرحمن خواندم. پناه بر خدا از قدومشون. کاش یک جوری دست به سرش ها میکردی عمره. خدا میداند چقدر به خونه این بیغیرت تشنم.
جان، امو جان الغوث، جگرم سوخت امو جان. برو خدا را شکر کن که بند از زبانت برداشته شد. نام علی نجاتت را. نرو امو جان، جرعه ای آبم بنوشم. این آب صاحب دارد مختار، مال من نیست. صاحبش کیست؟ مجتبی پسر علی، او را به زهر مسموم کردند. این آب دوای جگر پاره پاره اوست. امو جان، جگر من هم می سوزد. از این آب جرعه ای هم به من بده. حتما حسن رازی است. خودش را به یاری بخوان، از تو راضی باشد اجابتت می کند. من شر دارم، من شر دارم از حسن. با کی حرف میزدی مختار؟ با شبیه خودم در آب. کابوس هایم را برایم تعبیر میکرد. آتشی در سینه دارم عمره. خودم میداند مجال جستم پیدا کند حالم سوز است. کاش به میمانی امشب رضایت نمیدادی. از اشکای جاریه ترسیدم مختار، ترسیدم دلش را بشکنم. بدانی چه التماسی میکرد؟ این میمانی یک دسیسه است. خدا میداند پسر سعد این بار برایم چه خوابی دیده. قصد آشتی داشتن و مثابت مستقتر از عمره بود. دل بد نکن مختار، چه خوابی چه دسیسه ای. به بهانه ازدواج من با تو، خواهرت با شوهرش برای دید و بازدید و شاد باش و آشتی کنان می آین. کاش می توانستم رویت را زمین بیاندازم. جاریه به همین دلیل عمره را انتخاب کرده، چون می داند مختار در برابر عمره این یک بررست، تسلیم و مطیع. مختار باید هم در مقابل دخت فرماندار کوفه گردنش کج باشد. پس عمره حرفش خریدار دارد چون پدرش حاکم کوفه است؟ خیر بانو، امیر کوفه بهانه است. صحبت عشق برنده است. سیبیل هایت بازی نکن عمر. میخواهی کاری کنی که مختار برایت دودشان بدهد؟ ترک عادت موجب مرض است. حق با توست، باید ظاهری افسرد و مقموم به خود بگیری. تاب دادن سیبیل یعنی طلبیدن علم مبارز. حزین، غم و اندوه را فراموش نکن. این خوب است. یادت باشد که قصد از این دیدار خوشنودی خدا بوده و ترس از مار قاشیه.
اهلن و سهلن یبن سعد. مختار، مختار برادرم. خوش آمده جاریه جان، صفا آوردی. خوش باشی عمره جان، ممنونم که رویم رو زمین نینداختی. نمیرم و جبران کنم. آمدم دین خواهریم رو ادا کنم. حلالم کن برادر، بمیرم که در محاسنت موی سفید میبینم. ممنون که یادی از ما کردی. بانو عمره چطورن؟ به مرحمت شما شیخ، خوبم. با بهشت رفقات میکنی؟ سرم به مرغ و جوجه هایم بند است. شنیده ای که ننه حوا در بهشت حوصله‌اش سر رفت و زیر پای بابا آدم نشست و او را فریفت و به دوزخ دنیا تبعید کرد؟ تو نمیخواهی مختار ما را بفریبی و او را به دوزخ کوفه تبعید کنی؟ این بار حکایت واژگونه است شیخ. بابا آدم زیر پای ننه حوا نشسته و او را از دوزخ کوفه به بهشت لفقا تبعید کرده. الحق که دست پرورده امیری چون نعمان ابن بشیر. مرحبا به این حاضر جوابی و فهم. کار خوب را مختار کرد که از جهنم کوفه گریخت. بهشت لفقا ارزانی جفتتان، عیشتان جاودانه باد. آمین یا رب العالمین. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. فلزالین و درد پدرم، فلزالین و حناق. کجایی دختر؟ همینجا. دماغی جاریه؟ قبطه میخورم به تو و بخت و سلیقت. تو از خوشبخت‌ترین زنان کوفه ای. من شور چشمم عمره، برای خودت اسپندود کن. حسود هرگز نیاسود. تو به چه چیز من حسادت میکنی جاریه؟ به همه چیزت، به شوهرت، به پدرت، به خانه و کاشانت. تو از هر چیزی بهترینش رو داری عمره. حتی از هوو؟ نه عمره جان، هووی مثل ام ثابت رو خدا نصیب گرگ بیابان نکند. دستم به دامنت عمره، مباد ام ثابت بو ببرد که ما به دیدنتان آمده ایم. بشنود روزم را میکند شب تار. تو که میترسی پس چرا آمدی؟ تو هووی ام ثابتی، هووی من که نیستی. به هر حال تو دست پرورده ام ثابتی. او بزرگت کرده، عروست کرده، پس جای مادر توست. من هم همیشه به جای مادرم به او محبت کردم. از روزی که من زن عمر شدم رشته محبت بین ما پاره شد و تا امروز گره نخورد که نخورد. چرا؟ چه میدانم. خیال میکند ازدواج من و عمر باعث بیمیلی مختار به او شده. هر وقت به دیدنش رفتم طعنه کشم کرد. از روزی هم که تو به نکاح مختار در آمدی نفرین عالم و آدم رو نثارم کرده. میترسم سقسیاه باشد و عاقبت خانه خرابم کند با این همه نفرین و آه جگرسوز. نترس، نفرین های او کاری بود تا به حال عمره هفت کفن پوسانده بود. البته مختارم کار خوبی نمی کند. ام ثابت زن اوست، باید بیشتر به کوفه سر بزند. من هر چه کردم حریفش نشدم. لفقا را به کوفه ترجیح می دهد. مختار همیشه از کوفه گریزان بوده و بیزار. کوفه برایش پر از خاطرات گزنده است. باید هم لفقا را ترجیح بدهد.
لفقا یعنی عشق مختار، یعنی عمره. خدایا ثوابی از این نان و این طعام برسان به اموات صاحب خان، از اطعمه و اشربه روزه رزبان بکن قسمت میزبان. سخاوتتان پایدار، عافیتتان برقرار، سفره عقباتان رنگین، کامتان شیرین، دست و پنجه بانو عمره درد نکنن، زنده باشیم و سور سفر حجتان را میل کنیم. نوش جانتان. خدایا به نعمادت شکر، به داده و ندادت شکر. خدایا توبه و تقصیر، تو بزرگی و ما حقیر، درگذر از معاصی این جمع، در چه باشد صغیر و کبیر، قلیل و کثیر. به جز دعا کردن و علف چه میکنی عمر؟ خدمت به مسلمین و مسلمات، مؤمنین مؤمنات. مسجدی بنا کردم، اسمم بران نرف که ریا نشود. بدترین گناه آن است که فعله ارباب جور باشی. تا وقتی خدمتکار حاکم ستمگر هستی، از دریای رحمت بیکران الهی محرومی. منظورت از حاکم ستمگر خال المؤمنین معاویه که نیست؟ یک امشب را نمی شود از سیاست حرف نزنید. نجاریه جان، چرا توقعی بی جا می کنی؟ مردان جنگی عادتشان است، هر دو شمشیرشان غلاف بود بدان می خواهند با تیزی زبانشان کشتار کنند. احسنت بانو، مرحبا. تازه متوجه شدم که روح سرکش برادر زرم به اجازه کدام دم مسیحا در لفقا زمین گیر شده. کار خود را کرده ای بانو. های های های، مختار همسال هم برای این زاده نشدن که خود را اسیر زن و زندگی و باغ و راه کنند. خانه آنها پشت اسب است و قلم روی تاخت تازشان میادین جنگ. حقیقتاً که در بند کردن این شیر قشمان هنر می‌خواهدم. من هم بعضی وقتها به کاروبار تقدیر خنده‌ام می‌گیرد. باورم به حکمت الهی نبود، شاکی درگاهش می‌شدم. بخند عمر، بخند. خنده‌های تو هم روی طعنه‌های عالم و آدم. خدا بخواهد همین روزها بند از دست و پایم برداشته خواهد شد. خبری شده مختار؟ خواهد شد، خبری خواهد شد. غلط نکنم شرابی که انداختی رسیده؟ من مکنات قلبی تو را از همون دوران که بچه بودیم و با شمشیرهای چوبی مشق پادشاهی میکردیم میشناسم. به خلقه خلیفه نمیتوانی تمکنی، چون معاویه پیش پیشان را به قامت یزید پوشانده. میماند سپه سالاری لشکر و احیانن. فرمانداری یکی از ولایت‌های ملک اهورای ایران. درست حرف زدم؟ بانو عمره، شما متوجه شدید عمر از چه صحبت میکنن؟ سخنان شیخ شبیه رویاهای خودش بود مختار. حکومت بر ملک ری خواب و خیال شیخ شده. جاریه، تو سر مگوی مرا فاش کرده ای؟ کدام سر مگوی؟ عالم و آدم میدانند که تو برای حکومت ری له له میزنی. چرا اوقاتتان تلخ است نازنین؟ حکومت ری کابین خودتان است بانو. رویای ما سعادت شماست. بله،
شما زحمت نکشید جاریه جان. زحمتی نیست خواهر. تام باب میلتان بود؟ خدا زیاد کند. واقعا که تام گواره ای بود. مدت ها بود کباب چنین لذیذ نخورده بودم. نوش جانتان. میدانی کبابی که امشب خوردی چرا لذیذ بود؟ خوب لقمه مفت خوردنش لذیذ از سقفی. تو که به خوردن لقمه مفت عادت داری ابلیس، تعامی که خوردی لذیذ بود، برای اینکه طیب و طاهر بود، قلقش نداشت. مزاح میفرمایید؟ فکر نمیکنم شیر مادرتم به پاکی کبابی که امشب خوردی بوده باشد. از خوشاب سعادتم که به برکت این لقمه حلال از فشار قبل در امانم. حکایت آن شراب پخته و فرمانداری ملک اهورایی ایران چه بود؟ یعنی جنابتان چیزی نمیدانند؟ چه چیز را نمیدانم خبیث؟ دست مریضت مختار، خوب بلدی ادای سفها و همقا را در بیاوری؟ درست مثل تو که خوب بلدی ادای عباد و زهاد را در بیاوری. تو امشب به نیتی خودت را دعوت کرده ای؟ باز چه افکار شومی در سر داری دقل؟ تجدید فراش کرده ای؟ آمده این به سورچرانی مبارک باد بد کردیم؟ حرف دلت را بزن خناس. مختار، با این وصلت این بار به آنچه در خیال داری خواهی رسید. شک نکن. نومان ابن مشیر پدر زن تازت، با سمرد ابن جندب پدر زن کهنت، از فرش تا عرش فاصله دارن. این بار حلقه چمندت بگردن شکار چاق و چلهی افتاده. نومان از مقربان خلیفه است. فرمون داری هر ولایت را که بخواهی میتواند جهیزی دخترش کند. پس تو تنور تا قصدارت را بچسما. چه خبر است؟ اولا جان کیان آمده است. کیان؟ این وقت شب؟ خب تعارفش کن داخل بیاید. تعارفش کردم مولا جان، شرم حضور دارد. خوش آمدی کوه غیرت. سناگویم مراد سینه سوخته کیان. خوش آمدیم بانو. خوش باشی برادر. عمر هر وقت با سیبیل‌هایش بازی می‌کند یعنی که خیلی غیرتی شده. هنوز کیان را به چشم یک رقیب می‌بیند. این خصلتش مرا کشته. جوش نکن مرد. تو پسر سرداری هستی که ایران را فتح کرده. از تو بعید است با شنیدن نام یک ایرانی اینطور پریشان شوی. من مطمئنم که این سرخر بی دلیل نیامده. من یقین دارم به طلب جاریه نیامده. کیان هنوز با مختار مراوده دارد بانو؟ مراوده ندارن شیخ. کیان و مختار با هم رفاقت دارند. رفاقت این دو برای معما شده. رفاقت آنها رفاقت دو پدر کشته است. پدر مختار در جنگ با ایرانی ها کشته شد. پدر کشته را کی بود آشتی؟ مختار به همین دلیل آدم عجیبی است. من زن حسودی نیستم، اما بعضی اوقات به داشته های مختار حسادت میکنم. معاویه مرد. نه باور کن مختار، خبر بکر است و داغ. اکنون یزید خلیفه است. یا للعجب، یا للعجب از چشم کوره عبرت بین آدمی.
برای چند زر کرباس کفن؟ خدا قسم دیوانگیست. بیا داخل کیان. نه ابو اسحاق، با شیرین بانو آمدم، نمیدانستم مهمان داری. اجازه بدید ما هم رفع زحمت میکنیم. چوب کاری میکنی کیان؟ میخوایی من رو امتحان کنی؟ مراد کیان نیاز به امتحان ندارد. پس شیرین احوالی از بانو عمره بپرسد، من هم با زربی صفا میکنم. بلیا، من و پهلوان کیان با هم، شما و شوهر خواهر محیلتون با هم. بفرمایین شیرین بانو. احیانا زخم زبانی از خواهرم شنیدی، به صفای خودت ببخش. شما دلتان شور نزند ابو اسحاق، انگوش در گوش میکنم تا چیزی نشنم. بفرمایید بانو. مهمان ناخوانده نمیخوای عمره؟ تو مهمان نیستی شیرین جان، صاحب خانه ای. از زربی شنیدم مهمان دارید. تو را به خدا ببخش، شنیم خروس بی‌محل. این چه حرفیست خواهر، خوش آمدی. ویار که نداری شیرین؟ ویار سرم را بخورد. کمکم کن عمره، خسته شدم بس که به تسلیم لبخند زدم، خسته شدم بس که بیچون و چرا اطاعت کردم. جنی شدی دختر؟ شاید هم شیطان در جلدم فرو رفته. این چه خبریست که نیمه شب کیان منو خودش رو به لفخا دعوت کرده؟ نکند به بوی جاریه آمده. استغفار کن دختر، جاریه صاحب دارد، بچه دارد. از کیان بعید از خودش آلوده به معصیت کند. تو رقیب دیرینه ای مرا به این ضیافت دعوت کردی که عذاب روحم باشد، که خواب خوراک امشب را بر من حرام کند. باشد، گذر پوست به دبا خانه می افتد. تو مرام داشتی چه این اهانت را بر مهمانت روانه می داشتی؟ می شود در لفافه سخن نکنی؟ طوری حرف بزن که ما هم مستفیض شویم. مختار، شیخ مدعی است که تو عمدن کیان را دعوت کردی تا او را تحقیر کنی. این ادعا درست باشد، به خدا قسم نمی بخشمت. کافر همه را به کیش خود پندارد. تو چرا شک کردی عمره؟ شک کردن عیب نیست، آدمی به تشکیک بالغ می شود. کیان خبری را آورده که سالها آرزوی شنیدنش را داشتم، خبری که گمان نمی کنم شیخ تحمل شنیدنش را داشته باشند. خال المؤمنین معاویه عمرشان را دادن به شما، این دلیل برای آمدن کیان کافی است؟ خیالت راحت شد. خبری که نیمه شب کیان را به لفها کشانده مرگ خلیفه بوده. قول میدهم در مقابل زخم زبانهای جاریه دست و پایم رو گم نکنم. خبر صحت دارد مختار؟ بله عمره، صحت دارد. بالاخره گرگ اجل خلیفه بی رقیب امت را شکار کرد. انا لله و انا الیه راجعون. ای کاش معاویه به پیمان صلحی که با حسن بسته بود وفادار میماند، خلافت را مثل سلطنت موروثی نمیکرد. این یک خطا در ترازوی سندش اعمال خلیفه متوفا ارزنیست در برابر کوبی از خدمات خدا پسندانش. مرحوم معاویه کم خدمت نکرد به این دیار خسته و پرتشویش. آرامش و امنیتی که بر عراق عرب حاکم است مرهون درایت و کیاست اوست. من به چشم خود پیرزن بادیه ای را دیدم که بی هراس از راهزنان عازم حج بود. جمعی غیرت در وجود مسلمین باشد باید بر این سوگ و اسما خون ببارد. برخیز برویم جاریه، برخیز برویم و جامعه عزا بردن کن. کجا شیخ؟ نصف شب است. نصف شب برویم بهتر است که تا سر چه سجگر بزنیم.
من به سوگم و مختار به سور، چطور میتوانیم زیر یک سقف شب را سحر کنیم؟ پس رقیب من تویی. رقبای شما ملکه های قصرهای عربی هن بانو. من دختر یک رعیت ساده ایرانی. به زمینی میمانی که هیچ وقت آفتاب ندیده. میدانی خون چه رنگی دارد؟ منظورتان را نمیفهمم. معلوم است که نمیفهمی، چون خونی در چهره نداری حلیمه. وارفته لباس سفید بپوشی مثل روحی میشوی که از قبر برخواسته. روح باشم به تا عروسی شهرآشوب. ادب و جوانمردی به دور است. آنها میهمان بودند و حرمتشان واجب. تو با این رفتار زشت و زننده‌ات مرا خجل کرده ای. خودم رفتار زشت و زننده عمره. همین که با زخم زبانت زخمشان زدی، با نیش و کنایه هایت تحقیرشان کردی، این هم از بدرقه پرشورتان. واقعا شرم‌آور است. عمر سعد امشب به دلالی آمده بود، نه به میهمانی. آمده بود دلال معامله‌ای شود بین من و پدرت. میخواست مرا بپزد تا از پدرزنم حاکم کوفه که از مقربین خاصه خلیفه میباشند بابت جهیز دخترش فرمانداری ولایتی را مطالبه کنم. کم اهانتی است به من؟ به تو؟ میخوایی با چنین ابلیسی چگونه رفتار کنم؟ مجیزش را بگویم جلوی پایش خم و راست شوم؟ واقعا چنین پیشنهادی داشت؟ بله، در کمال وقاحت و بی‌شرمی آمده بود معامله را جفت جور کند. لابد حکومت ری را هم حق دلالی می‌خواست. روی خوش ندید تا از حق دلالی سخن کند. من چه ساده بودم که حرفای جاریه را باور کردم. یعنی مبارک باد و آشتی کنان همه بهانه بود؟ به خدا عمره، به خاطر تو نبود. این ملعون را امشب به غرامت 15 سال خوابی که بر من حرام کرده و کابوس هایی که به جانم انداخته گردن می شکستم. او یک بار همچون موریان ایمانم را جوید و در حمایت از پسر علی پایم را سست کرد. 15 سال عذاب وجدان آبدیده هم کرده. خدا به خواهد جبرانم آفات می کنن. گزیده میمون باز خمار بهانه خوبی است برای برپایی دوباره دولت علوی. کوفه از فردا میدان جنگ است. باید هر طور شده پدرت رو راضی کنیم خودش را کنار بکشد. راضی نشد برو تیغ میکشی؟ چه باید بکنم عمره؟ خرقه‌ای که امروز بر تن یک جوان لاابالی فاسق پوشاندند میراث پیامبر است. من یا باید خودم را کنار بکشم و در آتش کابوس های هر شب هم بسوزم، یا باید شمشیر بردارم و بایزید عیاش بشورم. بایزید بودن ننگ است، زیبنده پدر نیست. باید هر طور شده او را از خدمت کردن در بساط شرک و کفر منصرف کنیم. فکر میکنم قربانی اصلی این میدان منم، پدرم یا شوهرم. خدایا به فریادم برس. کوفه، شهر هزار قبیله هزار رنگ.
نمی‌کنند. این عروسی اهانت به مرگ خلیفه است. خلیفه مرده که مرده، قرار نیست با مرگ هر بنی بشری مردم عزادار شوند. من با زیان هم در روزی که مسلمین بر مرگ خلیفه فقید عزادار هند به هم رقباسی می‌کنند تا عزای خلیفه را بی‌حرمت کنند. این ششان را عزا کنید. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مجلس تعزیت و تسلیت است بر رحلت جانسوز کتابت کننده وحی، خال المؤمنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح بلاد روم و قسطنطنیه و ولایات نیل، ویران کننده مقابر فرعونیان، مرحوم مغفور خلداشیان، معاویت بن ابو سفیان رضی الله عنه که عاقبت الامر از باده مرگ نوشید و به سرای باقی شتاب. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامری که خداوند ما را مکلف به اطاعت از او می کند چه کسی؟ تا دیروز زبان من قاصر بود و برهان من کن، چرا که معاویه متظاهر به دین بود، خود را مقید به احکام دین می دانست، مدعی بود بر سنت پیامبر عمل می کند و بر طریقت شیخین است. با چماق سیاست و درایت و مملکت داری انقدر بر سر شیعه کوفتند و کوفتند تا همقای شیعه را متقاعد کردند و علمایش را خانه نشین. معاویه هر که بود و هر چه کرد قضاوتش با خداست. امروز که زبان ما بلند است و برهان من قاطع و برنده، اولی الامر ما یزید است. یزیدی که عبایی ندارد شرب حرام کند و قمار، یزیدی که عبایی ندارد نماز و روزش فوت شود، یزیدی که انیس و مونسش میمونیست به نام ابو قیس. همانطور که مستحضرید، خلیفه مغفور در زمان حیات من باب سیانت از دین مبین و امنیت حدود و ثغور ممالک مفتوحه و جهت ختم منازعات و مناقشات دینی و فرقهی و برقراری صلح و آرامش در کلیه بلاد تابعه، تحفه نازک خیال و نازک طبع و رقیق القلب و سلیم النفس ادب کرده و به یادگار نهادند که پس از او خلیفه شما باشد و
مایه اطمینان قلوبتان. اکنون من نعمان ابن بشیر انصاری فرماندار کوفه به سمتان میرسانم که زین پس خلیفه مسلمین حضرت یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان است. یزید وارث برحق، یزید وارث برحق، یزید امین امت، یزید امین امت، یزید فخر طریقت، یزید فخر طریقت، یزید رهرو سنت، یزید رهرو سنت، یزید عاشق احمد. بر فرض هر اون چه درباره یزید نقل محافل است حرف مفته، تهمت بدخواهان است، افتراز، نقض آشکار صلح معاویه و مجتبی چه؟ مگر قرار نبود طبق معاهده صلح خلافت موروثی نباشد و خلیفه مسلمین به سنت شیوخ از طریق شورا معین شود؟ این جوانک بیمایه صبر نکرد کفن معاویه خورد شود بعد چنگ و دندان نشان بدهد. به حاکم مدینه نوشته یا از حسین ابن علی بیعت بستان یا گردنش را بزن. تو رو خدا ببینید بقاحت تا کجا؟ هنوز جای پا محکم نکرده، کمر به قتل اهل بیت پیامبر بسته، علناً دستور قتل پسر پیامبر را میدهد. معاویه وقتی حسن را مسموم کرد قتل را گردن نگرفت، انداخت گردن جعد ملعونه، قصه ایم درست کردن که این زن کذا و کذا بوده. علا ای حال، شما از مشاهیر و زعمای شیعه در کوفه اید، بدانید که حسین ابن علی بیعت با یزید را رد کرده و شبانه از مدینه به مکه رفته و در کعبه معتکف شد. من بنا ندارم داغی را تازه کنم و زخمی را ملتهب، اما چه کنم که بی وفایی ما به علی و اولادش را نمی شود کتمان کرد. فرق شکافته علی و جگر پاره پاره حسن گواه قصور ماست. من بنا دارم جبران مافات کنم. من سلیمان ابن سرد خزایی بنا دارم به حسین ابن علی نامه بنویسم و او را به کوفه دعوت کرده و با ایشان بیعت کنم، چنانچه با من هم عقید و هم رأی. بسم الله، ذیل این نامه را مهر کنید. بله شیخ. نامه را مهر نمی کنی؟ نمی دانستم به چه قصدی دعوت شدم، مهرم را با خودم نیاوردم. حضرات که مهر کردن نامه را بفرستید منزل. اطاعت امر. با نفس عمل موافقی؟ من یک سربازم شیخ، شمشیرم را به قصد حمایت از پسر علی صیقل دادم. بنهو رئیس. در خدمت هم امیر. سایه به سایه مختار را تعقیب کنید بدون اینکه بفهمند.
میخواهم بدانم مختار در کوفه به کجاها میرود و با چه کسانی هشت و نهش دارد. سمعا و طاعتا. داروگر و زردچوبه خوشت رو بودارم ادمیه محرک اشتها دارچی علاج کمگاری و دبای مده دارم ادمیه. سیاهیمه و دارچی داروگر و زردچوبه خوشت رو بودارم ادمیه. ولیک سلام بانو. چه علیکی؟ تو چرا به شعور من توهین میکنی مختار؟ جا خوش کرده ای در لفقاه و انگار نه انگار که ما هم آدمیم، دل داریم، سایه سر میخواهیم. بعد سالی هم که زینا یراق کردی و به کوفه آمدی، به همه سوراخ سنباهای کوفه سرک کشیدی، دست آخر هم منباب صدقه سرسری به ما زدی تا مبادا مردم گمان کنن مختار جبار است و بین این زن و آن زنش فرق میگذارن. حتما دعوت داشتی تا در خانه سلیمان مرگ معاویه را به عش بنشینی. خیر بانو، بهش نشستن در مرگ یک انسان ولو دشمن هیچ فضیلتی ندارد. دعوت شده بودم تا بر علیه میراث‌خوار معاویه یزید علیه اللعنه علم قیام برافرازم. پس سهم ما چه میشود؟ شما روی خوش نشان بده از سهمت بیشتر بردار. وقتی عمر آمد فکر کردم دختر فرماندار اومدی افتش رو میتوانن مانع علوی بازی های مختار شود. چه کچ خیال بودم که باور کردم دشمنی تو با آل امیه عاقبت همه ما را خانه خراب میکند. پدر شرطه ها. شرطه ها؟ از طرف امیر کوفه احضار شدید. بسم الله، این هم قاصد هول و هراس ما. خیال کردی چون داماد نعمانی چشم بر خیانتت میبندد و به تو اجازه میدهد که با شیعیان کوفه بر علیه خلیفه قیام کنید؟ حالا برو به پدرزن داغدارت بگو که برای دختر عزیزش خانه در طوفان ساخته ای. من فرماندار یزیدم مختار. حمایت از حسین یعنی مخالفت با یزید. مخالفت با یزید یعنی دمیدن در شیپور جنگ، یعنی ایستادن در مقابل من. شما که یک مجاهد انصارید حیف نیست شریک جرم یزید باشید؟ بینی و بین الله، شما یزید را شایسته جانشینی پیامبر میدانی؟ چرا زلف حکومت را به زلف پیامبر و اهل بیتش گره میزنی؟ چرا حکومت را میراث پیامبر میدانی؟ پیامبر حکومت نکرد مختار، رسالت کرد. بین حکومت و رسالت